اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم والآن أعضاءهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء، قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم وجاهدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناغبهم وغاصبي حق خلافتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. ایام ماه رجب، و انشاءالله که این عید بزرگی که دیروز در حقیقت ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه بود، بر همه شما مبارک بوده باشه. و اعیادی هم که در پیش داریم همچنین برای شما مبارک باشه. انشاءالله در مناسبت های خودش تبریک بیشتر رو خدمتتون خواهیم گفت. من از حومه جنوبی شهر بیروت به همه شما برادران و خواهران عزیز ایمانی خودم، شیعیان رافضی امیرالمؤمنین سلام عرض میکنم. و امروز در حقیقت ما در واقع ما برنامه‌ای قرار نبود داشته باشیم. تایم برنامه برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای شیخ محمد سپنتای عزیز بود که ایشون براشون مشکلی در حقیقت به هم رسیده بود و به من دستور دادن دوستان و برادران عزیزم در شبکه اگر که امکان هست ما بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم با عنوان منهاج براءت رهایی بخش اندیشه انسان شیعی که جلسه 15 ما هست. در ضمن من عذرخواهی کنم به خاطر غیبت خودم در روز دوشنبه که به خاطر نقص فنی ما بود در بیروت نتونستم خودم رو به وقت برسونم و از دوستان لطف کردن و یکی از برنامه های ضبط شده قبلی رو از سری برنامه های نیم قرن درو پخش کردن. امروز من در مقدمه بحث یه اشاره گذرا به مباحث انتهایی جلسه پیش، جلسه 14 خواهم داشت و بعد بحث رو ادامه میدم و پیشنهادی رو هم دارم خدمت شما عزیزان که این رو هم عرض میکنیم و نحوه اجرای کردن این پیشنهاد رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. در
جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه این سوال مطرح شد و اون این که چرا چنین منهاجی، یعنی منهاج روشن و آشکار و شفاف براءت و تبری که مقدمه ورود به جاده تولی و ولایت هست، ولایت خدا و ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان بر حق اون حضرت، چرا چنین منهاجی تا امروز آشکار نگشته؟ و اگر چنین افقی برای حیات بشر این منهاج می نمایاند، چرا تا کنون به صورت عملی مستقر نگردیده است؟ که من در چند بند این سوال رو جواب دادم. اولا این که این رو گفتیم و بیشترم باید توضیح بدم، این به این معنا نیست که ما این سوال رو پذیرفتیم و معترفیم به این که چنین منهاجی آشکار نگردیده. نه، این منهاج منهاجی بوده آشکار از زمان خود رسول خدا و بعد رسول خدا، بعد از شهادت اون حضرت، زمان امیرالمؤمنین، چه اون زمانی که ایشون در عهد قاسبین در حاشیه امور بودند و چه اون زمان که تا حدودی عقل رعیت رسید و اون حضرت رو برگردوندن به جایگاهی که در حقیقت اونها لایق این بودند، که لایق این شدند که امیری چون علی بن ابی طالب داشته باشند. و بعد از شهادت مولا امیرالمؤمنین در دوران امام مجتبی و سید شهدا، این منهاج، منهاج آشکار و روشن، کاملا مستقر بوده. خود رسول خدا پایبند به چنین منهاجی بودن. این در حقیقت ما این منهاج رو از سیر و سنت رسول الله گرفتیم. این منهاج منهاج جدیدی نیست، امری مستحدث نیست یا چیزی نیست که ما اون رو تألیف کرده باشیم، از سیره و سنت رسول خدا گرفتیم. منتها خب در روزگاری که حتی بعضی از عالمان امت اسلام و حتی از شیعیان، گاهی از بزرگ عالمای بزرگ شیعه، این عبارت رو به زبون میارن که شیعه مذهبی از مذاهب اسلام، یا میگن که مذهب جعفری، یعنی مقام شامخ امام صادق علیه السلام رو میارن پایین در حد مؤسس یک مذهب در اسلام، در حالی که ما دقیقا حرفمون همین جاست که تشیع حقیقت اسلام و مذهب پنجم نیست و چیزی تحت عنوان مذهب جعفری در واقع تاریخی از زمان نادرشاه افشار و اون مؤتمر و کنفرانس وحدت اسلامی که در نجف برگزار شد، اون نشست علمای اسلام به اصطلاح، از اونجا بود که این چنین تحقیرآمیز به تشیع نگاه کردند، که تشیعی که به عنوان منهاج اسلام راستین، به عنوان جاده اصلی اسلام با تمام قوا در جریان بود، تبدیل شد به یکی از پنج مذهب اسلام. در صورتی که این سوال رو همین امروز هم خیلی ها مطرح میکنن، میگن آقا در زمان رسول خدا مذاهبی وجود داشته، حنفی بوده، حنبلی بوده، مالکی بوده، شافعی بوده، اما در زمان رسول خدا شیعه علی هم نامش بوده هم مصادیقش بوده. پس این منهاج، منهاج خود رسول خداست، منهاج شفافیت و سخن آشکار گفتن، نیت آشکار داشتن و عمل بر طبق تبری از دشمنان خدا کردن، رفتارها رو کاملا
متبریانه و متولیانه، یعنی تبری از دشمنان خدا و تولی نسبت به خدا و اولیاء خدا انجام دادن، این سیره و سنتی بود که رسول خدا به نزدیکترین اصحاب راستین خودش آموخت، همونهایی که بعد از رسول خدا پایبند به ولایت امیرالمومنین بودن، برای اون حضرت ایثارها کردن، در کنار اون حضرت تا پای جان بایستادن. توجه بفرمایید. پس این سوال در حقیقت جوابش اینطور باید داده بشه که منهاج براءت منهاجی است هم تاریخ با اسلام. ما اسلام رو اگر بخوایم برای دین اسلام منهاج عملی تعریف کنیم، همین منهاج براءت میشه. براءتی که عرض کردم مقدمه، یعنی تبری که مقدمه تولی است، براءتی که مقدمه ولایته. چرا که همونطور که قبلا صحبت شد، ما تبری از پرستش غیر خدا رو با آغاز شعار توحید، یعنی کلمه لا اله الا الله، بیان کردیم و اونجا یافتیم که لا اله در حقیقت انکار همه الوهیت های غیر خداست و الا الله تولای خداست، تولای رسول خداست و تولای اولیاء پس از رسول خداست. خب دقت کنید، این رو عزیزان عرض کردیم که امتی که در درون خود، حالا این چی شد؟ سوال اینجاست که اگر یه همچین منهاجی از زمان رسول خدا بوده، چی شد پس در این دورانهای اخیر این منهاج به فراموشی سپرده شد؟ این منهاج از به اصطلاح عرصه عملی امت اسلام، یعنی شیعیان حقه امیر المؤمنین، رخت بربست. گفتیم که بدیهی و آشکار و روشن است که امتی که افراد آن در درون خود دو چیز را، یعنی ابتدا آزادی و حریت و سپس آقایی و سروری را احساس نمی کنند، برای این چنین امتی امکان پیشرفت و ترقی، برتری و علو وجود نداره. و اما اینکه چنین عدم احساسی اینطور نبوده که از ابتدا در بین شیعیان بوده باشه، نه اینطور نیست، بلکه این چنین احساسی تحمیل شد در این دورانهای اخیر به شیعیان و اون هم اسباب اصلی این تحمیل، یعنی مسببین این تحمیل، بخش اندکی از علما بودند که اینها به اصطلاح مستظهر بودند، مستظهر و پشتیبانی شده و مدعوم بعضی از سلاطینی بودند که اون سلاطین در حقیقت در واقع میخواستند که شیعه از حریت و آزادی و از آقایی و سروری خالی بشه و این دو گروه گمراه، یعنی عالمان گمراه و سلاطین گمراه، عالمان گمراهی که حریت و آزادی و آقایی و سروری رو برای شیعه نمیخواستن، یا اگر هم میخواستن تعریف صحیحی رو اونطوری که در منهاج عملی محمد آل محمد بوده تعریف نمیکردن، و از سوی دیگه حاکمان گمراه و زالی که پشتیبان اونها بودن، این دو مجموعه در یک جا تبدیل شد به یک مجموعه و با قوت بیشتر، قدرت بیشتر، سعیشون براندازی آزادی و حریت و آقایی و سروری از عرصه زندگی شیعان، و اون هم میدونید از چه زمانی، دقیقا از 36 سال پیش که دینی مزور و سیاستی معکوس و به اصطلاح مقلوط، اینها با هم دیگه یکی شدند، قرار شد که دیانت
این سیاست و سیاست این دیانت باشه، در حالی که نه دین دین بود و نه سیاست سیاست. خب در این حال، در زمانی که حریت و آزادی و آقایی و سروری از عرصه عملی زندگی انسان مسلمان شیعه در حقیقت حذف شد، علی رغم نشانها و عناوین و شعارهایی که بوی سیاست و آقایی و بوی سیادت و آقایی و حریت و آزادی میداد، اما چون این عناوین و شعارها در صحنه عملی زندگی این امت انطباق عینی و واقعی نداشت، نه تنها موجب آقایی و سروری امت شیعه نشد، بلکه اسباب ذلت و سرشکستگی بیشتر هم شد. که ما اسم این، یعنی عنوان این فرایند شوم رو گذاشتیم تکاذب بین عناوین و نشانها، تکاذب بین شعارها و ادعاها با واقع زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه جانبه این امت، یعنی امت اسلام حق، امت شیعه، که مثال هم زدیم، این مثال واضحی که خدمت عزیزم عرض کردیم، مثل امت شیعه مثال اون کشوری است که تحت اشغال، اما هر سال برای اون بری به عنوان آزادی و استقلال خودش جشن میگیره، جشن استقلال و آزادی میگیره، در حالی که این کشور در واقع امر اشغال شده است. توجه کنید، اشاره شد به شعار الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اشاره کردم به پادشاه احمق عثمانی آقای عبدالحمید دوم، که به جای اینکه عبارت الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو عملی و عملیاتی پیگیری کنه، به صرف نشان دادن با انگشتش اشاره میکرده که یعنی اسلام برتر است و برتر از آن نخواهد بود. اما در مرحله عمل چی؟ رفتارهای بخش عظیمی از مسلمانان که جزئی از اونها هم شیعیان بودن، این یعلو ولا یعلا علی رو چیز دیگه‌ای معنا کرد. بله، یا اشاره شد به عبارت هیهات من الذله، که گفتیم علارغم همه فریادی که برای اعتلاء این شعار زده میشه، اما وقتی در مرحله عمل وارد میشیم میبینیم که به جای هیهات من الذله عملا هیهات من الذله اجرا شده. خب عزیزان، توجه کنید، چرا که نه؟ ببینید، چرا که چنین امتی به ذلت نیفته؟ چه عاملی کم داره برای ذلیل شدن؟ وقتی که به مقدسات چنین امتی بی احترامی میشه و مقدسات او حدم میشه و حدک میشه، در عوض اون وقتی که باید عالمان و حاکمان حرکتی بکنند، نه تنها حرکت نمی کنند، بلکه اون حرکت هایی هم که به صورت خیزش های مردمی به وجود میاد برای جلوگیری از حد که حرمت بیشتر مقدسات، با زور حکومتی و با چیزی شبیه تزویر و به اصطلاح عنوان سازی های
دروغ، شهر بافی های مغلوط تحت عنوان تقیه و وجوب حفظ نفس محترمه با این عنوان که آقا یک قطره خون اگر از شیعه ریخته بشه اینجا جواب داره. اینجایی که باید شیعه حرکت میکرد، میجنبی، قیام میکرد، کوتاه اومد و حالا 100 ساله که هر چقدر شیعیان دست و پا میزنن، حرکت میکنن، نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نمیشه، بلکه کار رو توقف کشید و در مرحله بعد به حرکت قهقرایی و سقوط. امروز وقتی به مقدسترین مقدسات ما توهین میشه و هیچ کس نیست که سوال کنه آیا همونطور که عامه و مخالفین شیعه مقدسات دارن و اهانت به اون مقدسات برای بعض از مدعیان علمیت و اعلمیت و مرجعیت و رهبری خط قرمز نظام‌های سیاسی اونهاست، آیا شیعیان مقدساتی ندارند که برای در حقیقت حفظ نظام‌های سیاسی اونها خط قرمز باشه اون مقدسات؟ اینجاست که باید آیاتی رو از قرآن با هم دیگه بخونیم و بررسی کنیم. در سوره مبارکه انفال هست این آیات، آیه 185، خوب دقت کنید و ببخشید، صفحه 185 از قرآن های اوریجینال، که البته این خودش یک جریانه، حالا وقتی در مورد قرآن صحبت خواهم کرد عرض خواهم کرد خدمت شما اینکه الان قرآن هایی با خط آقای عثمان طه در دست همه مسلمانانه و این قرآن تبدیل شده به قرآن اوریجینال، به نحوی که اگر هر کسی بخواد صفحه ای از قرآن رو اعلام کنه باید از رو صفحات این قرآن اعلام کنه. یه زمانی اگه میگفتی مثلا صفحه 185 قرآن، میگفتن کدوم قرآن؟ قرآن سلطانی، قرآن طاهر خوشنویس، قرآن حامد العامدی، قرآن مصطفی قدرآغلی، قرآن کی؟ کدوم قرآن؟ قرآن های متعددی نوشته شده بود با صفحه بندی های مختلف. قرآن کریم رو بعضی از قرآن ها نوشته شده بود، در رو بعضی قرآن ها قرآن مجید نوشته شده بود، رو بعضی قرآن ها قرآن عظیم نوشته شده بود مثلا. اما الان این قرآن به عنوان قرآن اوریجینال معروف. این بحثش مفصل خواهیم گفت که چه سیاستی در ارتباط با یک پارچه کردن کتابت قرآن و مخصوصا در خصوص علائم وقف و ابتدا، چه سیاستی اعمال شد و تحمیل شد، در خصوص مفصل صحبت. ولی به هر حال چون الان در حال حاضر همین قرآن با خط عثمان طه به عنوان قرآن اوریجینال شناخته میشه، که البته عثمان طه این قرآن رو استنساق از روی قرآن هایی کرده که قبل از اون نوشته شده توسط حامد العامدی و مصطفی قدرآغلی که معروف است به مصطفی نظیف. یعنی ابداع این چنین نوشتنی که آیه از آیه تا آیه نوشته بشه، صفحه از آیه شروع بشه با آیه ختم بشه، این ابداع مال خود آقای مصطفی، مال خود آقای عثمان طه نبوده. در واقع حالا این بحث خودش رو داره که در مباحث قرآنی باید بهش پرداخت. اما در صفحه 185 آیه 64، 65 و 66 موضوع مورد توجه بحث ما اینجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین.
ای نبی، خدا و آنانی که از مؤمنین از تو تبعیت کردند تو را کافی اند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 یغلب 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. ای نبی، مؤمنان رو به قتال تحریض کن، تشویق کن، مؤمنین رو به طرف قتال حرکت بده، که اگر 20 انسان، 20 مجاهد، 20 مرد جنگی که دارای صبر هستند، اهل استقامت و پایمردی هستند وجود داشته باشند، بر 200 نفر غالب میاد، یعنی هر یه نفر 10 نفر رو غالب میشن. و این یکم منکم مئتون یغلبو الفا، اگر 100 نفر باشن چند نفر رو میتونن غلبه کنن؟ ضرب در 10 میکنه میشه 1000 نفر. الفا من الذین کفروا، 1000 نفر از کافران رو این 10 نفر، این 100 نفر غالب میشن. بانهم لا یفقهون، دلیلش اینه که کافران اهل فهم نیستن. حالا چه ارتباطی بین جهاد هست و اینکه اگر کسی اهل تفقه و فهم نبود، اهل فهم در حقیقت نبود، این در جنگ مغلوب خواهد شد. من فعلا دارم آیات رو براتون ترجمه میکنم. بعد میفرماد که الان خفف الله عنكم، در حال حاضر در این مرحله خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، الان خداوند برای شما از شما در حقیقت بار و سبک کرد. خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، و دانست که در بین شما ضعف آشکار شده. ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره یغلبو 200، اگر که 100 نفر اهل صبر باشند بر 200 نفر غالب میشن. و این یکم منکم 1000 یغلبو 2000 بإذن الله، اگر هم 1000 نفر باشند عملا به 2000 نفر غالب میشن. والله مع الصابرین، که خدا با صابران است. یعنی در زمان رسول خدا، در عهد رسول خدا، مؤمنین گاهی بود که هر یک نفر 10 نفر رو غالب بودن، صابرین از مؤمنین، اهل جهاد. اما ضعف براشون حاصل شد، خداوند در بین اونها ضعف رو احساس کرد، به این نحو که اون مؤمنی که یک تنه 10 نفر رو غالب بود، حالا 2 نفر رو غالب بود. پس ببینید در زمان خود وجود نازنین رسول خدا این ضعف وجود داشت در جهاد، ولی اینکه این ضعف در بین مؤمنین آشکار شد، سبب از این نشد که، سبب این امر نشد که جهاد بخشیده بشه، جهاد مرتفع بشه. چرا که اون امتی که بهانه میاره بابت جهاد نکردن به عدم توانایی، اون امت امتیست که اساساً خاری و خفت رو برای خودش پذیرفته. ولذا خداوند متعال وقتی که این ضعف رو در بین مؤمنین میبینه، جهاد رو از اونها بر نمیداره، علیرغم اینکه کاملا به روی مؤمنین میاره که در شما ضعف دیده شده. خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا،
خداوند ضعف ما رو میبینه، بر ما آسون میگیره، بار رو بر ما سبک میکنه، اما هرگز این بار از دوش ما زمین گذاشته نمیشه. باز عرض میکنیم که برادران و خواهران، امتی که مقدساتش مورد اهانت قرار میگیره و حرمتش شکسته میشه، این امت گاهی برای توجیه بی‌ارزگی و تنبلی خود بیهوده دلیل میبافه که من قدرت رویارویی با دشمن رو ندارم. این چنین امتی ذلیله، چرا که اگر عزت و آقایی داشت، اگر عزتمند بود و سرفرازی میطلبید، تنبلی و سستی نمیکرد و به همه عالم و عالمیان نشان میداد که چگونه با تمام اراده مقدمات اثبات قدرتمندی خود رو فراهم میاره و اقتدار خود رو مینمایان و حرمت مقدساتش رو باز میگردن. این حرکت و خیزش است که نشان میدهد که در باطن خود یک امت به چه انگیزه هایی و چه نیت هایی مشغوله. اینها این عبارت های مباحث جناب علامه بزرگوار شیخ یاسر حبیبه که من براتون بازگردان کردم و ترجمه کردم به فارسی و براتون گفتم. حالا این بحث رو میخوام یه مقداری براتون جا بندازم. عزیزم، چند تا چیز رو من خدمت شما بگم. امروزه در خانه و خانواده، در محیط اجتماع، در فضای کوچه و خیابون، یکی از اون چیزهایی که به وفور دیده میشه، توجه کنید، به وفور و به طور احترافی، یعنی حرفه‌ای روش کار شده و کار میشه، و به نوعی به صورت افراطی در حقیقت در شهرهای ما شیعیان مخصوصا به چشم میخوره، مواد مخدر پنهانی. این بحثی که الان من خدمتتون میکنم شاید مبحثی باشه که تا حالا نشنیده باشید، اما با کمال اطمینان و قدرت و بر اساس تحقیقی که خودم به شخصی کردم خدمت شما این بحث رو عرض میکنم. سال گذشته قبل از ماه رمضان من اومدم به ایران. بعد از 15-16 سال که از لبنان دور بودم و اساساً من رو مسئله لبنان خیلی حساس بوده و هستم. لبنان از پایگاه های اصلی رافضیان عالم بوده و منهاج رافضیگری و تبری به نوعی از لبنان به ایران منتقل شد. اون سالها که من لبنان درس میخوندم یه حال هوای خاصی در حال بود تحت عنوان مقاومت و مبارزه با اسرائیل و روحیات خاصی بود، حالا حس خاصی در لبنان بود. بعد سال 1999-2000 اون مقاومت تمام شد، یعنی با عنوان پیروزی مردم لبنان و عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان به ظاهر مقاومت تمام شد، یعنی جنگ پایان پیدا کرد، خاتمه پیدا کرد. از اون بعد من عملا لبنان حضور نداشتم، اما از دور اخبار رو میشنیدم. اما خب از اونجا که گفتن شنیدن کی بود ماننده دیدن، همچنان که خیلی ها
آواز دهل ایران رو از دور خوش و خوشنوا میشنون و وقتی میان ایران برمیگردن ولو اندک زمانی در ایران باشن خیلی تعجب میکنن که اون چه که شنیده بودیم با اون چه که دیدیم خیلی فرق میکرد. در حال شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ من بعد از این چند سال مجدداً سال گذشته قبل از ماه رمضان اومدم بیروت و اومدم به منطقه شیعیان هم مستقر شدم. شبهای ماه رمضان وقتی توی کوچه ها و خیابان های منطقه حومه جنوبی راه می رفتم می دیدم که اکثریت جوان های لبنان تو خیابان ها نشستن کنار پیاده روها هر چهار پنج نفر با هم دیگه یه دو تا سه تا قلیون چاق کردن و نشستن مشغول قلیون کشیدن. خب معلوم هم هست که چه قلیونی دارن میکشن، همون قلیون معروف محسن. غافل از این که این اغلب مردم غافل از این که غافلند از این که قلیون محسن، توتون محسن، یک توتون طراحی شده توسط صهیونیسم، توتونیه که در واقع درش ماده خطرناک هروئین با صد بار سرد شدن و خفیف شدن، سبک شدن، این سبک کردن در آزمایشگاه تحت عنوان ماده دویدون و دیویدون افسوده شده. و جالبه بدونید این توتون در این ماده در اسرائیل، در آزمایشگاه اسرائیل آماده میشه از مستحضرات و منتوجات یا بگیم تولیدی های اسرائیل و عنوان دیویدون هم داره، یعنی در حقیقت چیزی که ضد دیوید، ضد اسرائیل، یعنی اسرائیل باید از اون دور باشه. اسرائیل یعنی در حقیقت کلمه دیویدون یعنی چیزی خارج از محدوده اسرائیل، چیزی برای خارج از اسرائیل. و در اردن به توتون و تنباکو اضافه میشه برای منطقه شرق عربی و اسلامی، و در مصر اونجا تولید میشه برای غرب، منطقه غرب عربی و اسلامی. و میبینید که تمام منطقه غرب اسلامی و عربی از مصر تا مغرب و تا میانه‌های افریقا و حتی تا آخر افریقا و از این طرف هم از عراق و لبنان و سوریه بگیری تا چین، که من خودم دیدم که بین مسلمان‌ها چقدر رایجه کشیدن این توتون، توتون مصر با طعم‌های مختلف، نمیدونم دو سیب و پرتقال و دو موز و موز سیب و نعنا و بله. وقتی که کسی میشینه پای این ماده مخدر سرد و آرام هیچ فکر نمی‌کنه که داره معتاد به هروئین سرد شده میشه. اما وقتی ازشون میپرسی شما احتیاط داری، میگه نه من ممکنه یک هفته هم نکشم، ده روز، بیست روز، یک ماه هم نکشم، ولی بعد دوباره تفریحی میان سراغ نمیرسه. جالبه بدونید بچه سه ساله، چهار ساله هم میتونه این توتون رو بکشه، در صورتی که اون توتون های گردن کلفت حکان اصفهان و نمیدونم یزد و کجا و اینها با دو کوک، سه کوک یا بیشتر یه مقدار افراد احساس میکنن خب سرشون به قول معروف سبک شده و حالا احتیاج دارن که میره چالی مثلا بخورن روش رو. حالا اونم روش بحث اساسی رو اینجا ایان داریم. بردردی امروز سراسر کشورهای عربی و اسلامی آلوده به ماده دیویدون یا دیویدون داویدون در توتونیست که در هر خونه ای که شما درخواست کنید و به طلبی که من میخوام قلیون بکشم فوراً با یه تلفن سریع، با یه تلفن به قول اینجا تو لبنان میگن دلیوری،
يا أمم مختلفة، بهترين بمرتب ترين بقشنگ ترين باحترافي ترين حرفه ای ترین قلیون رو برای شما میارن میذارن، قلیون میگی میخوام قلیون مصر باشه از مصر مثلا، یا مصر سوریه، یا مثلا شیشه ای ایران باشه، کار اصفهان باشه، هر چی بخوای رو براتون میارن. این یه مقداری بیشتر باید توضیح بدم تا متوجه بشین که چه اتفاقی افتاده. تا امروز روز، یعنی تا الانی که ما در سال 1394 هجری شمسی هستیم، بپرسید از قدیمی ترها، آیا هیچ زمانی بوده که این همه فروشگاه قلیون و اونچه که مرتبط با قلیون هست در بین مردم رایج بوده، در شهرهای ما رایج بوده؟ من اینجا پرسیدم از خیلی ها، از خیلی از بزرگترها پرسیدم، گفتن نه، چون رواجی نداشته، در رایج نبوده. خب به زمان سیگار رایج بوده و الان رواج داره، اما امروز این ماده خطرناک و کاملا طراحی شده همه جا باب شده. و جالبه در ایران هر چند وقت یه بار بر اساس همون قاعده علمی الانسان و حریصان علی مامونه، یعنی انسان هر چیزی که ازش منع کنی حرص بهش پیدا میکنه، رغبت بهش پیدا میکنه، همون کاری که در دوران دهه مثلا 60 در ارتباط با ویدیو شد، خاطرتون هست؟ الان وقتی میگم من، خیلی از اون کسی که اون زمان یادشونه خندهشون میگه. امروز دیگه اصلا خیلی ها ویدیو تو خونه ندارن، احتیاجی به ویدیو نیست، اما یه زمانی تو ایران ویدیو داشتن خلاف عرف شرعی بود، حمل و نقل ویدیو ممنوع بود، خرید و فروش ویدیو ممنوع. باورتون میشه؟ یادتون میاد؟ بزرگتر یادشون میاد، و اصلا وقتی یادشون میاد در یه همچین فضایی زندگی میکردیم، ادامیت خجالت بود، و کوچکتر ها اصلا باور نمی کنن. همون کاری که امروز در خصوص ماهواره به اصطلاح معروفه، و همین موجب شده که اساسا ماهواره منتشر بشه. به ظاهر میگن که آقا نه، ماهواره نباید داشته باشیم، ماهواره ممنوعه. خاطرم میاد که من رو به خاطر داشتن ماهواره توی خونه، یعنی وسائل دریافت امواج ماهواره در منزل، من رو اتهام بهم زدن، متهمم کردن و محکومم کردن. دادگاه ویژه روحانیت من رو محاکمه کرد که چرا تو خونه جهاز ماهواره داری، وسائل دریافت امواج ماهواره داری. در حقیقت این گامی است برای اینکه همه این کارو بکنن. البته من در مورد ماهواره نظرم بر اینه که بله، باید همه داشته باشن، و اونایی که دارن حتما باید کانال فدک و سوتورتر رو ببینن و کانال های اسلامی رو ببینن. انشالله که کانال امام حسین با همت همه شیعیان رافضی باز مجددن برنامه خودش از سر خواهد گرفت، همه کانال های اسلامی برپا باشن انشالله. و اما اینکه این رو داشتیم عرض میکردیم، هر چند وقت یک بار توتون قلیون، عرضم به خدمتتون که قهوه خونه و این مکانهایی که میرن میشنن جوان ها قلیون میکنن، اینا ممنوع میشه، درشون میبندن، و اینها چیزی نیست الا برای اینکه میخوان در حقیقت در واقع حریص کنن افراد رو بیشتر، چون وقتی ممنوع میشه مطلوب میشه. به هر حال نیست امروز خونه ای، یا بگیم کمتر خونه ای هست الا اینکه قلیون و توتون مؤثر در اون راه داره، و این زمینه است برای اعتیاد آرام و بی سر و صدا و کاملا خزنده در کشورهای اسلامی. برمید ماده دایدون یا دیویدون افراد رو ضعیف میکنه، چون ماده است بسیار بسیار سرد، بسیار سرد، طبع بسیار سرد میداره. از خیلی از نوجوان ها، جوان ها میپرسیم زنجبیل چیه؟ نمیدونن زنجبیل چیه. از خیلی از خانم های خانه‌دار وقتی میپرسیم که شما زنجبیل تو غذاتون مصرف میکنید، نمیدونن زنجبیل چیه، چون قراره که هم کیفیتن هم کمیتن شیعیان ضعیف بشن. کیفیتاً با
به اصطلاح رایش کردن غذاهای با طبیعت سرد، با جایگزین کردن گوشت گوساله و گاو، البته گوساله نه گاو در حقیقت، که عموماً اون گوساله هایی هم که گوشت گوساله تعریف میکنن گوشت گاو، با حذف کردن فلفل و مواد با طبیعت گرم از برنامه غذایی، زنجبیل مثلا همسال بود، با تشویق اصطلاح بی حد و حصر مردم به مصرف کردن گوشت مرغ و ماهی به جای گوشت گوسفند، عملا طبع مردم در ایران و در کشورهای اسلامی مثل ایران، یعنی کشورها که شیعه در اغلبیت و غالبیت هست، در اغلبیت نه غالبیت، که اگر غالبیت هم هست یک غالبیت کاملا فرمایشیه و سیاسی و حزبی، نگاه میکنیم میبینیم که اساسا ضعف جسمی وجود مردم و زنان رو به صورت غالب گرفته، افراد زود خسته میشن. حالا اونهایشون هم که دنبال قدرت میرند و قوت و ورزش، نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در ایران چه بلایی در این دهه های اخیر بر سر ورزش باستانی آمد، یعنی حتی ورزش هم تعریف دیگه ای براش شد. ورزش از ورزش باستانی و ورزش های دو میدانی و قدرتی و سرعتی رسید به ورزش هایی که حال و هوای میسرینه و برد و باخت های ارزم به خدمتون که کاملا هدفدار، برد و باخت هایی که توش گاهی کار به جنگ و دعوا و شکستن و زد و خورد کردن و خون جاری کردن میرسه و توجه میکنید که چقدر امروز در جامعه ما فرهنگ میسر چیه؟ میسر توجه کنید عزیزان، میسر با قمار تفاوت اساسی داره. میسر اون اساس برد و باخته، ممکنه که توش مشارکت مالی هم نباشه، بردن و باختن. یا میسری که در قرآن کنار شراب گذاشته میشه، یسالونک عن الخمر والمیسر، تو فارسی آدم میگه میسر یا میسر، درسته در واقع ادبی و واژه صحیح رو اگه بخوایم تلفظ کنیم. ورزش ها دیگه جنبه تنافسی نداره، بیشتر حس و حال تخاصمی داره. همچنان که مباحث علمی به جای اینکه جادل هم بالتی هی احسن رو طرفین مباحث علمی مورد توجه قرار بدن، اونچه که دارن انجام میدن یک مراء. مراء شکل به اصطلاح علمی و مباحثه‌ای همون میسره. شما وقتی که در یک فضای ورزشی یا مسابقه‌ای، حالا میتونه مسابقه ورزشی باشه میتونه هر نوع مسابقه‌ای باشه، که شکل میسر داره وارد میشید، تمام سعیتون فقط بر اینه که طرف مقابل رو ناک آوت کنید، طرف مقابل رو زمین بزنید، طرف مقابل رو حذف کنید. لذا این نوع ورزش، این نوع مسابقه، این نوع تنافس عملاً یک تنافس مسموم و آلوده و ناپاک و کثیف میشه. اما یه نگاه کنیم به ورزش باستانی ایران، ورزش باستانی که تمام شعارها و رفتارهاش، تمام
به اصطلاح الفاظ و اسکاری که به زبان میارن بوی تشیع علوی میده. و هرچه جالبه که بدونید یکی از اون اسکاری که بسیار در فضای ورش باستانی مشهور بوده و این سالهای اخیر سعی بر براندازیش داشتن، اسکاری بوده که به اصطلاح اشراف به موضوع براعت و تبری داشته، بر اولی و دومی لعنت بیش باد، بر قاتل رسول خدا لعنت بیش باد. آن یادتونه این شعارها توی باشگاه ورش باستانی زیاد داده میشد و هنوز هم داده میشه. اما به همون موازات که ورش باستانی در بین ما در بین مردم ما تضعیف شد، به همون اندازه ورزش های میسرینه که در اون ورزش ها تنافس تبدیل شده به تخاصم، به اون مقدمه زد و خورد، مقدمه درگیری، که مهمترین نماد چنین ورزشی، مهمترین نماد چنین مسابقه و از یک دیگر پیشی گرفتنی در زمان به اصطلاح قرون اول اسلام در صفحه شطرنج نماد داشته، آشکاری داشته، خودشونشون داده. ولذا اساساً شطرنج رو اگر حرام کردند، نرد و شطرنج رو برای همین بود، چرا که اونایی که اهل نرد هستن میدونن، اونایی که اهل شطرنج هستن میدونن، وقتی فکر انسان فکر شطرنجی شد دائما در صدد حذف رقیبه و نه در صدد همفکری و همگرایی با رقیب. توجه کنید، خوب دقت کنید، جالبه، اون کسانی که دعوی وحدت اسلامی داشتند، شعار وحدت اسلامی دادن، دقیقا همون کسانی بودن که شطرنج رو در بین بزرگترین جامعه شیعی جهان ایران با یک فتوای کاملا بدعت‌آمیز و دروغ رایج کردن. الان تو بسیاری از خونه‌های متدینین شطرنج وجود داره و شطرنج بازی میکنن، همچنان که تو خیلی از خونه‌ها آلات موسیقی وجود داره، چه می نوازن و چه نمی نوازن، حتی تو بعضی از خونه‌ها به عنوان زینت گذاشته میشه، همچنان که تو بسیاری از خونه‌ها شیشه های خالی شراب رو می بینیم، شیشه ها با رنگ های مختلف، سبز تیره، قرمز تیره، آلبالوی رنگ و مارک های متعدد، شیشه شرابه اما توش آب میکنن و گل میذارن، گل دون میشه و یواش یواش این نماد عادی میشه، این شکل در نظر بیننده عادی میشه، فرق میکنه با اون زمانی که دیدن شیشه شراب هم افراد رو به یک تحرک ذهنی وامی داشت و از سنسورهای فکریشون زود فعال میشد که آه این چیه، شراب شیشه کجا بود، برای چی، نه خیلی عادی شده در بسیاری از خانه ها و خانواده ها، حتی در خانواده های مختلف. بله، همیشه خیلی صدا با یک سایه شروع میشه، با یک پچ پچ شروع میشه. گفتم که پلیس مردی رو دید که داشت، عرضم به خدمتون که در یک مغازه دست خودش رو به سمت چپ و راست حرکت میداد. بهش گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت صداش چرا اینطوریه پس؟ گفت نه، صداش رو فردا میشنم. فردایی که توی محل پیچید که مغازه مثلا حاجی فلان رو دیشب دزد با عره آهن برد، قفلش رو بریده و بعد انبارش رو برده. در حقیقت این صدای عره آهن برد همون ویولونی بود که میزد، فردا گفت صداش میپیچه توی محل.
خیلی چیزها با یک سایه شروع میشه، خیلی چیزها با یک به اصطلاح سریال شروع میشه، خیلی چیزها احتیاج داره به فرهنگ سازی، فرهنگ سازی چه مثبت چه منفی. ولی اون چرا که ما در این دوران معاصر دیدیم، در زندگی شیعیان فرهنگ سازی های منفی بود. به همون موازات که ورزش باستانی تضعیف شد و حتی در خود فضاهای ورزش باستانی نگاه میکنیم که تغییر و تحولات اساسی ایجاد شده، به همون اندازه رقابت های میسرینه که فقط هدف در اون به اصطلاح بازوندن حریفه، با هر امکانی، با هر وسیله‌ای، خالی از هر نوع فتوت و جوانمردی، یعنی تا میتونی نامردی کن اما حریف رو از دور خارج کن. خیلی شجاعت میخواد در محیط لبنان، مخصوصا حالا ایران هم همینطور شده، اما در لبنان ما، در لبنان که ما هستیم، خیلی شجاعت میخواد کسی علیه فوتبال حرف بزنه. فوتبال یکی از مقدسات امروز مردم شده. اما اگر بررسی کنم که پشت قصه فوتبال کیه و چیه و چرا اینقدر در دنیا و مخصوصا در محیط مسلمان‌ها و شیعیان تشویق فوتبال میشه، بله، اون وقت میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و چرا داره امت ضعیف میشه، چرا امت شیعه داره ضعیف میشه، چرا قدرت از امت شیعه گرفته شده. توجه کنید در خصوص موسیقی اشاره دارم، همین آقایی که استراحاً بهش میگیم، میگن پیر جماران، ما میگیم پیر دجال جماران، این آقای کتابی داره به نام اربعین حدیث ها. این کتاب اربعین حدیث در همین لبنان به عنوان یکی از کتاب های رسمی در مؤسسه الباق، مؤسسه باق، که باق اینجا مخفف کلمه بقیت الله داره، مؤسسه بقیت الله هست که در حقیقت این مؤسسه آموزش پوستین بازی در بین شیعیان، که اونجا میرید فقط عکس امام خمینی و اعظم خدمتون به آقای تو بهجت و صدقی بازی و سید هاشم حداد و همین این دست شخصیت هایی که به عنوان عرفای شیعه معروفن نصب. شما هیچ عکسی از سید ابوالحسن اصفهانی نمی‌بینید، هیچ عکسی از آیت الله میرانی نمی‌بینید، هیچ عکسی از تصویری از مثلا مرحوم سید عبدالله شیرازی نمی‌بینید، سید عبدالله موسوی شیرازی رفتی به آیت الله سید صادق و آیت الله سید محمد شیرازی نداره، آیت الله سید عبدالله موسوی شیرازی که در مشهد سالیان سال نماز مغربشون در صحنه نو معروف، هیچ عکسی از این علمای فقهی نمی‌بینید، علمایی که حرف از فقاهت زدن، نه، همین افراد از این دست شخصیت ها می‌بینید که خیلی هم محترم هم در بچه توجه کنید در این مؤسسه با این کتاب اربعین حدیث یکی از اصلی ترین کتاب های آموزشی که آقای شیخ ابو رمانه، شیخ حسین ابو رمانه که از مشایخ صوفیه اردن هست، که اون زمان که من ایشون دیدم به تازگی شیعه شده بودم، ایشون میگفتن من اساسا وقتی کتاب اربعین حدیث رو میبینم لب مطالب تصوف، یعنی این بحثایی که مربوط میشه به روزهای یکشنبه و این رو. اما توجه کنید در اون کتاب یک مطلبی رو همون آقای بنیانگذار جمهوری اسلامی نقل کرده در پست موسیقی، و اون اینکه به وضوح و صراحت گفته که استماع اغانی اسباب ضعف اراده انسان میشه، اراده برای عبادت و ترک گناه. وقتی تشریف بردن ایشون ایران سوزه 12 بهمن 50، یادتونه یه بچه های نوجوان رو
از مدرسه علوی اینم از جای دیگه بوده بودن، بچه علوی اومدن قرآن خوندن، پس نمیدونم حالا اونایی که سرود هم خوندن دو تا میله های فلزی رو گرفته بودن به همدیگه میزدن، یادتونه این به اصطلاح آلت موسیقیشون، چرا که از ایشون این طنز خب جالب از ایشون پرسیده بودن که آقا شما میخواید بیایید ما خب بخره احتیاج داریم برای شما سرود و این حرفا، ما میتونیم از ترومپت استفاده کنیم؟ ایشون گفت بودن نه حرام، طبل میتونیم استفاده کنیم؟ گفتن نه حرام، نمیدونم ساکسیفون میتونیم استفاده کنیم؟ گفتن نه حرام، همه هر سازی رو استفاده بودن گفتن حرام. گفتن خب آها ما ببخشید خیلی معذرت میخوام این حرف رو عرض میکنم، خمینی امام رو که ما نمیتونیم مثلا با صدای مثلا باد مهده بزنیم برای مردم، اینا همه سازهای موسیقی رو باید زده بشه خمینی امام رو کنیم. خلاصه قرار بر این شد که ابتدا خیلی با احتیاط از این موسیقی دو ایران سفرش پر میشه. اون امام خمینی که در فرودگاه مهرآباد براش با دو تا آهن میزدن به هم میگفتن بوی برو سوسن و یاسمن آمد و به اصطلاح متدینان سادلوه و گاهی احمق میگفتن که آخ الهی من قربون این آقا برم، این چه هیبتی داره، سرودم که میخوام برایشون بخونن از ساز و آواز استفاده نمی کنن، این جوانای شیعه اومدن جلو آقا وایسادن دارن دو تا به اصطلاح استیلو میزنن به هم دیگه، نه پاشاق و چنگال بوچی میگن. همین آقای پیر به اصطلاح اون آجا اورالله اون روز امام خمینی تازه به دوران رسیده، اون روز یه روز تو حسینی جمارانش تو یزیدیه جماران بچه های امرد و خوشگل ارزم به خدمتون که شیراز بود، ما رو کجا بودن؟ آباده بودن، اومدن و قشنگ ارگ و پنگ کردن و سرود زیبای مادر برام قصه بگو، نمیدونم از اخلاقش بگو، از رفتارش بگو، مادر تو دونی و خدایت میاد سال 67 در آخرین سالهای جنگ، و ایشون با کمال قدرت نشستن و گوش کردن. اگر برنامه روز یک چند بر دقت کرده باشید دیدید که آروگاه چی میگه؟ میگه که بله یه روزی ایشون وقتی داداششون میخواست بره در منزل بعد از پشت شیشه صحبت میگه در پشت در صحبت میگه باشان، اما یه زمانی همین آقا دختر جوان خودش رو گفت برای مردم سخن، همین آقا که در تحلیل وسیله اون احکام دادن به موسیقی میگه و در اربعین حدیث میگه که استماع موسیقی انسان رو به ضعف اراده میرسونه، ضعف اراده مبتلا میکنه، اراده برای عبادت تکونا، همین آقا وقت خودش استماع موسیقی میکنه و خودش در حقیقت با این تقریر سکوت در موقعی که جلوش ساز و آواز میزنن، ساز میزنن و آواز میکنن تأیید میکنه که نه اینا حلاله، الان دیگه حلاله، و جالبه یه همچه فتوایی هم ایشون داشته که اگر همین ساز و آواز از رادیوی عربستان سعودی پخش بشه حرام، اما چون داره از رادیوی ما درست پخش بشه این حلال، این همون چیزیست که امروزها صحبت کردیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، ایشون چون ایشون هدف رو قایم کرده بود و گفته بود ما موظف به ادای تکلیف هستیم نه مأمور به نتیجه، هدف آشکار نبود، اما هدف چی بود؟ هدف دقیقاً برعکس اون هدفی که منهاج براعت، منهاج براعت هدفش یعنی کاری که میخواد بکنه قیام لله و هدفش قایتش اقامه دین الله، اما منهاج شیطان پیر دجال جماران منهاجش چیه؟ هدفش چیه؟ کارش چیه؟ شعارش چیه؟ هدف قاییش به ضعف کشیدن و به ناتوانی کشیدن و به زمینگیر شدن رسوندن امت اسلام نشین است، اونتا با شعارهای شفاف با فریاد هیهات من نزده خوب دقت توجه کنید. تو ایران رسماً گفته میشه این حرف، هر جا صحبت از موسیقی میاد رسماً گفته میشه که موسیقی غذای روح است، خاطرم هست که
در اون آخرین سالها، سال 91 92 بود شده که من در مسجدی از مساجد شمیران، مسجد پدریم، مسجد پدرم نماز بودم. اونجا یه جلسه قرآن داشتیم در ماه رمضان و خیلی من با جدیت در خصوص موسیقی صحبت کردم. یه آقای نشسته و نماز میکنه، نمازشون خوندن و در اینی که نماز میخوندن حواسشون به صحبت ما، وقتی نمازشون خوندن مثل معروف میگم مثل خاکنداز که خودشون میندازه خودشون داخل وسط که آقا جاقا چی داری شما میگی؟ این حرفا دیگه زمانش گذشته، امروز دیگه جوانها روشن شدن، امروز مردم آگاه شدن، موسیقی غذای روحه، اصلا نمیشه بدون موسیقی زندگی کرد. سلام، یک چهار پای دراز گوش بدون پارون نمیتونه پاره بشه. مسلم، مردمی که سالیان سال گوششون رو سپردن به ساز و آواز و موسیقی بخش شده از مطرب خونه جام جم و از به اصطلاح رادیو تلویزیون مطرب خونه جام جم و با این موسیقی ها به اصطلاح به جای اینکه بگیم غذای روحه، نه، اینها مسکر روحه. غذای روح، روح رو قوی و فربه میکنه. غذای روح انسان رو سرپا و پر استقامت میکنه. ها، غذای سالم، اگر غذا سالم باشه، به قول بعضی از اطباء و حکما قدیم که میگفتن اجعل غذاءك یا اجعل طعامك دواءك و دواءك طعامك، سعی کن که غذات همون داروت و داروت همون غذات باشه. غذایی که خود اون غذا جلوی اینو میگیری که من مریض نشم. اما موسیقی غذای روحه یا مسکره؟ موسیقی غذای روحه یا مخدره؟ این چقدر موازی قشنگ اومده جلو. نه فقط در ایران، همه اونجاهایی که شیعیان تجمع دارن، تجمع رافضی دارن، لبنان، ایران، بحرین، بخشی از سوریه. بله، اگرم بهشون بگیم آقا شما الان ضعیف شدید، الان به مرز جنون رسیدید، شاید بعضی ها بشه گفت واقعا به جنون کشیده شدن، معتاد شد، باور نمی کنم معتاد شد. مثل کسی که بهش میگه آقا تو معتاد شدی، میگه نه، من هفته دو سه روز به اصطلاح تفریحی میشینم پای من کرده. بابا من تو معتاد شدی عزیزم، خودت حالا از تو بذار تفریحی. نه، ما ممکنه یه هفته هم نکشیم، ولی در آخر بعدش دور هم که میشینیم مثلا یه پوکی بگیریم و میزنیم. این چه چششیست که تو رو میکشه دوباره پای قیلی میکشیده کنم قیلی میمحصر، اما اعتیاد خبر نده، تو معتاد شدی عزیزم، معتاد شد. به اصطلاح خاطر تنظامی براتون میگم قشنگی. من یه ذره خب معروف هم تو رو فهم که فلانی نیو در روسی ازا راحت نشید از مطالبی خوب گوش کنیم. اون در حقیقت در واقع اون هدفی که از گفتن این مطالب دارم اینه که اینا دا شما فضاتون محتوب بشه، از این حالت خوشی بحث در بیاد، اینا دارم به اصطلاح کمک کنم بهتر بفهم مطلب رو، راحت تر بفهم. یا آقای رفت یکی از این کتاب های سیره رو برداشت، کتاب هایی که در مورد اخلاق و سیری عملی اخلاقه، نگاه میکرد یه حدیث دید خیلی عجیب بود، دید نوشته که هر کسی که هفت چهارشنبه خودش رو نظافت کنه، نور مصرف کنه، این دیوانه میشه، نباید چهارشنبه کنه. اگر این کار هفت چهارشنبه پشت سر هم بکنه دیوانه میشه. بیش خوش گفت چه دروغایی، چه حرفایی، چه فکری، بده بذاره من این کار بکنم، اثبات کنم هفت دروغ. اومد و هفت چهارشنبه این کار رو کرد. چهارشنبه هفتم که این کار رو کرد، برای که اثبات کنه دیوانه نشده، اون کاسه نظافت رو برداشت و هم تو برهنه با این کتاب بود، کتابی که روش مطلب خونده بود، من تو برهنه اومد تو خیابون، رفت سر چهار را بایستن، رفت روی یکی از این بشکه های خالی، بشکه قیرهای خالی بایستن و داد زد، آی مردم، مردم بیایی جمع شد، همه جمع شد، ای خاک به سرم، این چرا برهنه اومده بیرون؟
آقا خودتو بپوشون. گفت نه نه توجه کنید میخوام یه نکته ای بهتون بگم. ببینید چه دروغایی این آخوندتون کتابو نوشتن که هر کسی هفت تا چهارشنبه نوره بکشه دیوونه میشه. تو این من هفت تا چهارشنبه نوره کشیدم، خودمو با نوره تمیز کردم، با داروی نظافت تمیز کردم. خب حالا شما که دارید منو میبینید قضاوت کنید، من دیوونه شدم؟ من دیوونه شدم؟ شما قضاوت کنید. اینا این کاسه ای من، اینم کتاب. همه سراشون انداختن پایین، هم خجالت میکشیدن هم میخندیدن، گفتن هم این گفتن بچه‌ها واقعا دیوونه شده، خودش خبر نداره. امروز خیلی‌ها معتاد شدن، معتاد به موسیقی شدن، معتاد به مشروبات الکلی شدن، معتاد به مواد مخدر شدن، معتاد به دروغ شنیدن شدن. یعنی اگه ساعت دو بعد از ظهر رادیو نداشته باشه خودش رو به در و دیوار میزنه رادیو. باید من اخبار ساعت دو صدای جمهوری اسلامی رو عرضم به خدمتتون که گوش کنم، چون عادت معتاد شده به دروغ شنیدن، با دروغ شنیدن لذت میبره از دروغ شنیدن. اما یکی از اون کارهای خیلی اساسی و برنامه ریزی شده‌ای که کردن برای تضعیف قوای شیعه تا شیعه زمینگیر بشه این کاری بود که الان بکنه، و اون حسب نمادهای قدرتمندانه شعار حسینی، نمادهایی که درش بوی شجاعت، بوی دلاوری، بوی جوانمردی، بوی ایثار، بوی سربلندی میداد و میده، و اینا رو که خواستن حذف کنن گرچه نتونستن، اما کاری که تونستن بکنن این که خیلی از مسائل مربوط به شعار امام حسین رو سعی کردن استحاله کنن با فتوا، با برنامه تلویزیونی ساختن، با کلیپ ساختن، با طرح سوال‌های هدفدار، سوال‌هایی که خیلی‌هاش بی جواب باقی مونده، در صورتی که جواب‌های خیلی عادی و راحتی داشت اما خیلی‌هاش بی جواب بود، کسی نبود جواب اون کارو. مثلا نگاه کنید عزیزان، علامت فولادی، این علامت‌هایی که جلوی دسته‌های عزاداری امام حسین هم می‌شود سالیان سال، و اون روزایی که اون آقا میخواست ذهنها رو به طرف خودش معطوف کنه و به نوعی ارزم به خدمتون که ابراز بر این بکنه که من یک روحانی فقیه شیعه امام حسینی اهل بیتی براعتی دلایتی هستم، همون آقایی که میاد کشف اسرار مینویسه و بعد از انقلاب یه بگیم کویت 57 اون کتاب جمع میشه، هیچ کس امروز خبر نداره اصلا کتابی هست به نام کشف اسرار، که اساسا حالا اون کتاب هم خودش جای بحث داره. همون آقایی که یک روزی اتباع ابوبکر و عمر و عایشه و این شله منافقین رو ابراز میکرد، گرچه که اینها محکوم به طهارت هستن اما از کلب و خنزیر نجستن، که البته ما این حرفا رو عقیده نداریم عزیزان، منهاج براءت، منهاج اهانت به معتقد به عقیده باطل نیست، ما معتقد او رو مورد نقد قرار میدیم، اونم بسیار بسیار صادقانه و در این صداقت ممکنه که مقداری هم به درد بیاد، ممکنه که مقدار به درد بیاد، اما اینطور نیست که ما اینها رو بگیم که مثلا از سگ و خوک نجسترن، مثلا عقیدهشون بله عقیده باطل و کثیفی، چرا که آمیخته به دروغ، همین دروغ ها الان به صورت عقاید حقه با پاکت آرم شیعه داره توضیح میشه. بله میخوام بگم اون آقایی که اون روز اون افراد ها رو میکرد بعد از استقرار نظام کودتای 57 این تفریط ها رو کرد، و عرضم به خدمت شریف و انورتون که در اون روزها یه عکسی از اون آقا هست، اون آقای پیر دجال جماران که داره
پشت علامت فولادی حرکت میکنه و سینه میزنه عکس بیاس مثلا به دستش برده مثلا به سینه میزنه خب این صحنه سازیه و در دوران جنگ و خونریزی 8 ساله و دفاع و استقلال دفاع مقدس هم این شعارها حفظ شد شعارهای حسین حسین و از همه خدمتون که اون صحنه سازی ها اون روزه های دروغی که درست کرده بودن برای اصطلاح داغ کردن تنور و چسبوندن نور به تنور به تنور یه وقتی یه آقایی رفت و منبر توی مسجدی و خلاصه تخت میداد و پیاز داغ و انداغ شد زیاد میکرد که آی امام زمان اومد بالا سر این رزمنده مجروب و بلند شد گفت آقا نمیتونم بلند شم گفت بلند شو من بهت میگم بلند شو سلاحتو دست بگیر گفت نمیتونم آقا فشنگام تموم شده گفت نه سلاحت پر از فشنگی بلند شو بعد بلند شد و بالا یه تیر هوایی بزن ببین شد سلاحت پر از بعد یه دفعه تیر هوایی زد وقتی که از سنگر اومد بیرون دید که 7-8 تا عراقی دستشون رو بردن بالا و تسلیم شدن وقتی برگشت اون آقا رو دید آقا نیستن از این روزها وقتی اومد پایین یه کسی رندی اومد جلو بهش گفت که آشق این دروغ دلنگا چیه میگی با ما خودمون جبهه‌ای هستیم خودمون رزمنده هستیم این خبرها نیست تو جبهه چی این دروغ دلنگا میگی ما خب دیگه بابا برای حفظ اسلام حفظ قدرت اسلام بعد این حرفا رو گفت چیزی گفت بالاخره عاملمون کن بذار بریم بیکارم بله اون گردان اسب سواران اسب فیروزه و لباس های سفید و حمام هایی که میبستن سمت رو بچه رو تو جبهه بدلکاری عبدال امام زمان میشدن اونجا و بعدم حسیر میشدن و مصاحبه میکردن و میگفتن ما در نقش امام زمان رو دیدن چه اون فضاحت هایی که اسمش سمت شد در صورتی که جریان جریان نفاق کسی بود که خودش رو فقیه و عالم در زمان جنگ نیاز بود به این شور حسینی ولذا خیلی با علم و کتل امام حسین در نمیتونه اما دقیقا نگاه کنید از سالهای 70-71 به بعد وقتی که قدم نحس برادران تسخیری و نمیدونم همین شله حزب دعوی که برادران جماعت اخوان مسلمین هستن در ایران وقتی قدم نحس اینا تو نظام شیطان ایران باز شد با شعائر حسینی و در رأس شعائر حسینی اون حساس ترین شعیوه حسینی که تطبیر و قنزنی و ادماع جاری کردن خون بوده که این ادماع سیره بود که خداوند متعال در بین انبیاء جاری کرد یاد ابی عبدالله حسینی که هنوز نیومده در واقع تاریخی به یاد حقیقتی که در آینده خواهد بود تمام انبیا از سرشون خون جاری شد از بدنشون خون جاری شد و این خون جاری شدن برایشون عجیب بود که اصلا لزومی نبود من اینجا زمین بخورم چرا من در اینجا بیرم عرابه من واژگون شد و من زمین خوردم همونجا اخبار شد برای اونها وحی شد در اینها که در این سرزمین سری از تن جدا خواهد شد تشنکان و شهیدانی در خون خود خواهند قطید برای اعتلای نام خدا و دین و تو برای اینکه به اونها ملحق بشی نبی ما و یه پیام برای اینکه نامت در زمره دوستان و محبان اون جماعت باشه تو هم بتونی بگی یا لیتنا کن ما بله خیلی تا پای گریه میان خیلی تا پای سینه زدن میان اما اگه زنجیر بدی دستش بگی محکم زنجیر بزن بگی نه به بدنم آسیب میرسی از صحبت از قمه که نکن که اصلا اساسا از چشم میفتی از قمه رو صحبت نکن اصلا خون میبینن مثل یهودی ها ارزم به خدمت رو پس میفتن حروف میگن جوری که خون میبینن از پا میفته اصلا صحبت قمه زنی خیلی دیگه اصلا اجازه نمیدن بچه هاشون برهنه بشن
ماشون رو باز کنم و به سینه بزنم. نه عزیزم، نه 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 نه، به بدن ضرر زدن حرامه، ضرر به بدن بزنی حرامه، زنجیر نزنی یا چونه هات کبود بشه حرامه. اما غافل از این که این بچه داره تو فضایی حرکت میکنه که همه چیزش ضرر به جسم و روحشه، اما همه چیز، همه این مواد مضر رو، اشیاء مضر رو، جریان ها و حرکت های مضر رو، ورزش های مضر، هیچ این برای این بچه نه این جوان معتاد بشه بشه، شراب بخوره بخوره، زنباره بشه بشه، ساعت ها عمر خودش رو برای کارهای بیفایده تلف کنه اب نداره. اما اگر قرار باشه به یاد شهید تشنه کام کربلا ادماع کنه، خونی از سرش جاری کنه، حرام، ضرر داره. این کاری که عرضم به خدمتون که جوان مردم کردن، اونهایی که از به اصطلاح تحمل درد ضربت چاقو و خنجر ترس نداشته. خب یواش یواش به چیزای دیگه هم سرایت کرد. اون روزا من یه موقعی اوایلی که این جریان غم زنی بود خودم میگفتم، میگفتم چرا اینقدر مراجعی چون از تایید الله سید محمد و واقعا هم فقط میتونیم بگیم واسه محمد و چند تا از فقها این قضیه رو پاش بایسته مرمای روحانی از هم بکر باقیم ادهی دیگه اندک مراجعی بودن که پای این قضیه سفت ایستادن. خیلی هم خوب ترسیدن، اون اول کار سریع اعلامیه دادی بله 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 مثلا اولش هم حرام نه قصه مال امروز باشه، مثلا نام از اون رفیق فتفا ندادن، حکم دادن. من اون موقع سوال برام بود که چیه قضیه، چرا این دسته از علما اینطور سفت واسدن پای اونجا، تا اینکه بعد به این نتیجه رسیدیم. این مطلب رو برای من واضح گفتم که حکایت اون دانش آموزی بود که سر کلاس رفت و هی بهش گفتم بگو الف، نگفت. گفتم خب چرا نمیگی؟ گفت آخه بگم الف بگم بعد به وجود دارش هم بگم و من این معلم رو معلم نمیدونم، لذا الف این رو پاسخ نمیدم، آموزش او رو با الف شروع نمی کنم، یه الف جور بگم الف، چون به وجود دارش هم نمیدونم. الف رو خیلی ها گفتن، اما رو غلاف کردن و ارزم به خدمتتون که خیلی از خونه ها به جای همه شطرنج و من، خیلی از خونه ها به جای همه ستار و سنتور من و اون جوانمردی ها و دلاوری ها و شجاعت ها تبدیل شد به این تسامح و تساهل ها و این فرهنگ نرم و نازنین و نازک، اون حرارت ها و حمیدیت ها، اون قدرت ها و دلاوری ها و شجاعت ها تبدیل شد به این خیالی ها و تخدیر ها و احتیاط ها. بله، علامت فولادی رو گفتن برای بدن ضرر، شکل سلیم خرجشون میشه برای یک جوان عروسی گرفت، تصویر عروسی گرفت، وقتی یکی از همین عمل اکره های قدر غلط عمل اکره ها رو بردیم، یکی از عمل اکره اتاقونه جامعه جامعه ابن از این دوربین شکسته هاش رو برشته بود به این میکروفونه، برازهش رفته بود برای یکی از این مغازه ها و گوشبه هایی که علامت فولادی میسند. بعضی رو سوال میشن به نظر شما صلاح نیست به جای این هزینه ها به اسم امام حسین جوان ها رو سر سامون بدیم و این آقای فروشنده و این هنرمندی که اون اصطلاح فروشگاه اون مغازه اون کارگاه داره کار میکرد سرش انداخته بود با حیایی که اساسا افراد که منصوب هم به دست باید امام حسین اون حیا و اون آقا منشی رو دارن سرش رو انداخته بود و جوابی اون صورت نمیده. بعدها من اون فرد رو دیدم، ما آقا رو همون شخص رو رفتم دارم، گفتم چرا جواب ندید؟ گفت سید چی جواب بگیم؟ چی باید جواب؟ نظر شما چی باید بگیم؟
گفتم که بهش میگفتی که هر دیدونه معزنه ارزم به خدمتون مولد مطهر امام از این عروسی ست تا جوانی عروسی آرومند ست تا جوانی که پول پیش خونش کنه میشه یه ماشین هم میتونه زیر پاش بندازه که میخواد نامش شو بره کنه مادر زنش راحت بره هر دیدونه معزنه ست تا جوان رو میتونه سامن یعنی اون چهار تا معزنه چهار ست تا جوان رو میتونه سامن اون همون جاهد نبود حالا میگیم این قومت بارگاهی برای یه دکوری درست کردن یه آبروی برای به اصطلاح دیانت دجالیه درست کردن اون ساختمونی که جلوی مجلس به اصطلاح سیرک مجلس شورای اسلامی درست کرده بودن و آخرش شهرداری دستوری تخریبش داد یک شبی تخریب شد چند صد چند ده میلیارد میلیون و امروز به پول امروز چند صد میلیارد قیمتش بود چند تا جوان میدونست سامان بود این کنفرانس هایی که دو ریال برای مردم سود و سر نتیجه نداره و نقشه بسیاری از اختلاس ها و دزدی ها توش کشیده میشه و این اساسا اختلاس هایی که داره اتفاق میفته چقدر میتونه انسان رو بگیره سر و سامان اینها همش چیه؟ همش به نفع جامعه مدنی ایران اما یک علامت فولادی که برای امام حسین به عنوان نماد ساخته میشه این باید خرج جوانه بشه باز یه خاطره برای تون بگم حسینیه نه اون یزیدیه معروف جمارا یه حسینیه دیگه این جمارانی ها داشتن تو اون حسینیه تا همین اواخر تا همین الان هم عزاداری میکنن یه زمانی این آقای ارزم به خدمتتون که ناطقه مدیر اونجا سخنرانی میکرد ایام محرم خیلی سال میشه من واقعا بچه بودم شاید 3-4 سال 5 سال من یادم نمیاد اون مجلس ولی اونایی که بزرگ بودن تو اون مجلس یادشون میاد که چه اتفاقی شد این آقای ناطق نوری من برم میرفت اونجا و همین اکبر اون اتفاقی رفیق شکست خورده محمد خاتمی معروف یا محمد دیر بکاش دیر بکاش یا محمد چاخان یا محمد خالی و یکی از دروغگوهای بزرگ نظام کجا هفت رژیم پنجا هفت این آقای ناطقی نوری منبر میرفت و جلسه سوم چهارم پنجم چند جلسه چندم بود جمعگیر شد خیلی شروع شده جمع یه دفعه بند کرد به علامت فولادی که آقا یعنی چی؟ یکی یعنی چی؟ یکی ما بگی یعنی چی؟ همونجا مرحوم آقای عرفانی بلند شد شاعر محروف شاعر اهل بیت که انشاءالله که کتاب ایشون کتاب شعر ایشون رو هر چه زودتر نوه ایشون تمت کنه و چاپ کنه ایشون بلند شد گفتش که آقای ناطق آشایخ اون پارچه که بسید سره یعنی چی؟ این یعنی چی این پارچه روش دوست ناطق خیلی جا خورد اما کم نیبود چون اساسا آدم خیلی دلیده ای در آمد گفتش که این علامت اینه که من درس خوندم سواد دارم تو خیابون مردم من میبینن تشخیص میدن از قید من که آقا این آدم درس خونده، سواد داره، سوال شرعی ازش کنیم، استخاره ازش بگیریم بس یک علامت دیگه باره گوانیم یه علامت محرم که میشه این علامت رو میذاریم بیرون از این میکنیم، برای طاووس برش میذاریم ازم به خدمت رو که شال و پرش میکنیم به قول معروف و مردم میفهمن محرم اومده اساسا محرم رو با چی میفهمیدن؟ عموما با اینکه علم رو میذاشتن، علامت رو میذاشتن در مسجد پرچمای سرخ و سیاه و ارزم به خدمت رو میوشن در مسجد غیر از این بود نمی علامت بود چه لزوم چه مصلحتی برای نظام ایران بود که با علامت امام حسین در بود چه مصلحتی و من از یکی از افتخارات هم این بود که تو میدان ارزم به خدمت اون گلپایگانی شهر تهران با کف دست محکم دو سه مرتبه زدم تو سینه سرهنگ نیروی انتظامی بهش گفتم که رضا شاه زمان
از جلوی دستگاه امام حسین بکشید. شاید تو رو یه روز حذف کنیم و اربابای تو رو حذف کنیم، اما علامت امام حسین حذف نمیشه. و چه زیبا بود، واقعا چه زیبا بود عاشورای سال 88 وقتی که دعای امام حسین، دعای امام صادق علیه السلام مستجاب شد، دعای اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا بینهم صلحا. تو میدون پهلوی چجور تو سر کله هم میزدند و این وقت میدون امام حسین چه دسته های عزاداری قشنگ با علم و قدر به خیابون عزاداری میکرد. باید برگرد. یکی از اون چیزهایی که ما دعوت میکنیم که برگردیم به منهاج براءت از دشمنان محمد و آل محمد با تعظیم شعار امام حسین. منتها اینو هم دقت کنیم، یکی از اون کارهایی که وزارت اطلاعات به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده عزیزان انجام دادیم در خصوص مجالس تبری و براءت، مجالس عموما در مهمانی برگزار شده، ما تاکید میکنیم نه فقط در مهمانی، در 22 ذیحجه 22 جماد ثانیه که به درک رفتن ابوبکر زندیق هست و در تمام ایامی که ایام به درک رفتن دشمنان آل محمد هست باید جشن برگزار بشه، تبری علنی بشه، خانواده ها به بچه ها بیاموزن عبارت بر قاطران فاطمه لعنت، عبارت اللهم لعنت عمر ثم ابوبکر و عمر ثم عثمان و عمر ثم جمیع اعضاء آل محمد و عمر جمیع اعضاء، اینو باید بیاموزن، این باید نهادینه بشه یا تربیت بچه های. اما چیکار کردن؟ شما همین الان میتونید توی ارزم اینترنت سرچ کنید مجالسی که به اسم مجلس براءت و در اون مجالس تمام ارزش‌های اخلاقی شیعیان رافضی زیر پا گذاشته شد، توسط کی؟ توسط مأموران وزارت اطلاعات. این زمانی پهلوی بود که یک کمیته در وزارت اطلاعات بود تحت عنوان کمیته مبارزه با ادیان ساخت. الان وزارت اطلاعات ایران کمیته ایجاد ادیان ساخت، چون اساسا نظام ایران بر پایه ادیان ساختگی برپا شده. در این کلیپ ها، در این به اصطلاح سلاحایی که بعضیش تحت عنوان اصطلاح فایل لورفته صوتی مجلس مدعاهان هست، اونی که یک انسان بیچاک دهن، گال دهن، لوده لومپن نشسته و همه چیز رو داره در روز یا شب نهومنانی مثلا از روزه مثلا، از مراجع تقویم مثلا، از عزاداری مسخره میکنه، از بعضی از وعاظ معروف تهران مثل آقای شیخ حسین انصاری مسخره میکنه، و اون چه که کلماتی که در شأن خودشه و از دم به خدمتون نسبه مشبوه خودشه به دهان میاره. در این مدارس براءت به جای اینکه لعن به دشمنان اهل بیت گفته بشه و حکمت این لعن بیان بشه، بابا مجلس نقربی میگرفتن، سخنران میومد، در میرفت، سخنرانی میکرد. وقتی من رو دعوت کردم در لواسان، گفتن آقا جا مجلس نقربی شما منبری اون مجلس، رفتم وسط منبر اومدم پایین، چون با تصورم اون مجالس نقربی سالیان سال پیش بود که میرفتیم با مرحوم پدرمون، جدی از اهل علم میومدن میشستن، انسانان موقع مجلس براءت بود، بله به گوبه خندم بود، نمایشم بازی میکردن، ارزم به خدمتون که تندیس نحس عمر رو هم درست میکردن، آتیش میزدن و همه شاد بودن، دست میزدن، میخندیدن. اون یه قصه هایی که در این 10-15 سال 20 سال اخیر از سال 70-71 به اشاره مقام عظما، عظمای ولایت و برنامه‌ریزی ایشون برای براندازی تبری، یادتون میاد بحث گفتیم که آره هرکی میخواد خراب کنه خوب حمله نکن، بد دفاع کن،
گفتیم بحثی کردیم با شما، گفتیم که یک تروریست به جای اینکه یک بنا رو از بیرون برده هم به قرار بده به اسم آتش نشان وارد میشه و اونجا بوم میزنه به قرار بده به اسم دفاع آماده بشه ساختمون رو از درون نام اینا هم کار کردن روب کردن سالها کار کردن سالها مهم روی هایی درست کردن که مهم روی ها داد دل امام زمان داره بود این نبود مهم روی و تر تمام این مهم روی ها دو هدف دنبال شد یک به فراموشی سپردن حکمت مهم روی به مجالس براحت و تولی دو تخریب ساختاری مجالس تولی به مهم روی که اولا مردم این فرهنگ ازشون بوم بشه که چرا اصلا باید مجلس تبدیل بگیریم و اینکه چجوری باید مجلس تبدیل بگیریم با یه تیم چند نشونه رو بعد از مدتی شروع کردن حمله کردن و جالبه که این مجالس تبدیلی که همش توسط بسیجی ها و به اصطلاح عمل اشره وزارت اطلاعات برپا می شد همه اینو گذاشته شد پای کی؟ پای جریان شیرازی جریان شیرازی همچنان که عزیزان اینو خدمتون بگم خیلی ها امروز دارن به اسم جریان شیرازی در پیاده کربلا ترک صلات میکنن میگن آقای شیرازی تو میگن از آیت الله شیرازی از حاج صادق شیرازی فرمودن که هر کی پیاده کربلا بره ده عاشورا تو کربلا باشه نماز نداره نماز نمیخواد بره به یه وعده رو بخونه یه وعده رو نه همه اینا دروغه همه اینا دروغه اصلا شریعت سازی کار ایناست شریعت دروغ ساختن و در آتش ولایت به دروغ دمیدن کار ایناست حواسمون باشه اگر قرار باشه حاشیه افراد رو حاشیه شخص بزرگی مرجعی رو که خیلی از این حاشیه ها حاشیه های دروغینه ملاک قرار بدیم بلا تشبیه اولین کسی که باید بخوام به خاطر حاشیهش او رو تخطئه کنیم خود شخص رسول الله است چون واقعا منحرف‌ترین حاشیه‌ای که یک شخص میتونست در طول تاریخ داشته باشه خود وجود نازنده آقا رسول الله داشته خلاصه اینو مطالبیه که برای بیداری ذهن شما برای آگاهی شما برای رهاییش بخشیدن به اندیشه شما عزیزان من عرض میکنم استحاله عزای سیر شهدا و وقتی که استحاله پیدا کرده همه اون وضع استحاله شده رو بذارن پای مرجعیت آقایت رو نشد بایدونه یه زمانی همین آقای مکارم دستودا گوه برهنه نشید من در یه جمعی ازشون پرسیدم که چرا نباید برهنه بشن افراد این محاکات حال عاشقانه و عارفانه و شجاعانه و دلاورانه عشقی که میگیم عشق از عشق برآمده از مودت ها نه این عشق و عاشقی کاذبی که در اشعار فارسی عارفانه که میگیم نه عرفانه ابن عربی رو نمیدونم پسر منصور حلاج نه نه معرفتی که حقا معرفتی که گفتن در زیارت ها در عبادت ها در فرسی این برهنه شدنی که محاکات به اصطلاح رفتار عابس بن شمیم رضوان الله تعالی در روز عاشورا است این برای چی انجام بدن؟ این که در عرف بین شیعه جواب یک مرجع تقلید چیه؟ جواب مرجع تقلید این بود که برای اینکه محرم و نامحرم و وقت قاطی میشه هم دیگر نامحرم محرم محرم و نامحرم ببینن تو این محرم نامحرم ای که عرض کردم آقای مکارم این بزرگی ما اولا که بعضی از مجالس عزای سید شهدا عموما که اصلا بعضیش خونه با خونه فرق میکنه مثلا بعضیش هست حتی که مثلا زنونه توی یه کوچه پایین تره اونی هم که هست بینشون چادر و عرضم پردست و اون نه بعضی از مجالس دوربین هست دوربین منطقه بود با چراغ خاموشه بعدم شما میخواید محرم و نامحرمی رو به مردم بگیم اینها نمیبینید کشتی که میگیرن تو تلویزیون و شنایی که پخش میکنن مردا برهنه
تو فرق میاد. گفتم به یکی از مسئولین سیاسی که چرا شنای زنا رو پخش میکنی، خوشتی زنا رو پخش میکنی، جیمناستیک که زنا رو پخش، گفت نه خب حرام، خب مردشون حرام، برای بدن برهنه نشون ندید، بدن برهنه مرد هم نباید نشون ندید، بخون خانوم ها نگاه نکنن. گفتم خب شما خانوم ها نشون بدید آیون نگاه نکنن. مگه میشه؟ مگه میشه به خانوم نگاه نکنن؟ داری نگاه میکنی، شما پخش میکنی که نگاه کنن. اساسا پخش میکنی که نگاه کنن. اونی هم که پخش نمی‌کنید، پخش نمی‌کنید که نگاه نکنن، پخش نمی‌کنید برای اینکه مردم حریص بشن از ماهواره نگاه کنن. برنامه‌ریزی شده به قانون، می‌فهمید اینو بچه نیستیم. آره خلاصه به این آقای مرجع بزرگوار گفت که آقای مرجع تقلید، آقای مکارم شیرازی، اصلا موضوع محرم و نامحرمی نیست تو این مجالس. چراغ خاموشه، جوان سینه‌شون رو می‌زنن، بعد قبل اینکه که چراغ روشن کنن لباسا رو می‌پوشن، یا یه شمعک روشن می‌کنه، شمع روشن می‌کنن، چراغ کوچیکی لباسا رو پیدا می‌کنه می‌پوشن. حالا ببین منطق یه مرجع چیه؟ و اگر یه نفر فوت کنه معقوله که فرزندان او برهنه در مسجد بایستن و تسلیت مردم رو تحمیل کنن. مثلا من دیگه ادامه ندارم. عقلیت یه نفری که میدونم مرجع تقلیدم و دفاتر مرجعیت ایشون مثل سوپرمارکت های زنجیره‌ای تو شهرها پخش، شرق میدیم، غرب میدیم، شمال میدیم، جنوب میدیم، تو تهران، تو شهرستان های اطراف تهران، تو شهرستان های مختلف همینطور. بله این یه فروشگاه زنجیره‌ای. این آدم عقلش اینه، برهنه شدن رو تشمیل میکنه. این میخواد وقتی میخواد وقتی که میگه این کار غلطه، میگه آقا یه نفر بمیره بچه هاش بیاره هنده وای میستن در این مسجد تسلیت مردم داره، چه ربط داره، چه اصلا چی باشه. خلاصه هر کسی هر جوری تونست به شعار امام حسین زد، شعاری که میتونست اگر و میتواند هنوز برداره این کارم میکنه. شعار امام حسین تهدید نمیشه، شعار امام حسین با فتوای چهار تا به اصطلاح بی سواد، چهار تا آدم ازم بگه معلوم الحالی که همه میدونن اینا به اصطلاح چی کاره بودن، ما نمیتونیم برنامه اختصاصی برای برنامه حمام منصوری اصفهان، ببخشید حمام منصوری مشهد ارائه کنیم، ولی اونایی که میدونن در حمام منصوری مشهد چه اتفاقی افتاده میدونن دیگه. لزومی نداره ما در این مورد اصلا بخوایم حرفی بزنیم، اما بله اونایی که میدونن چه اتفاقی افتاده در اون حمام و چرا مثلا سید عبدالرضا حجازی اعلام شده، اونها عملا ارزم به خدمتون که این حرفا کتشون نمیده که بگیم آقا ایشون فتوا داده بود به خاطر فتوا ایشون مثلا ما قمی نمیزنیم، نه. این فرد و صاحب این فتوا و این دست فتواها ارزم به خدمتون که معلوم الحالن برای شیعه هم. من یه نکته رو ببینم اطمینان برم حاصل میشه که این جمعه من درست بله. بله درسته. خب پس توجه کنن عزیزان که این کسان که اصطلاح صاحب این فتاوا رو، صاحب این نظریات رو میشناسن کتشون نمیده، و اما میشد بدون هیچ تأخیر و بدون هیچ گونه استکاکی و بدون هیچ گونه آبروریزی از این شعائر حسینی وسیله و امکانی رو به وجود آورد برای تقویت بنیان ظاهری، جسدی، مادی و در این حال معنوی باطنی و اعتقادیش. بله همچنان که میشد در ایران ورزش باستانی مطرح بشه و
قدرتمند بشه. در این ورزش هم عرضم به خدمتون که جهانگیر بشه و در هر جایی قولی کنده بشه و ورزشکارانی ورزش کنند و با ذکر یا علی و یا حیدر و صلوات و لعن بر دشمنان محمد آل محمد ورزش کنند. اما جالب بدونید در یکی از همین برنامه فوتبال وقتی که تیم ایران حالا مثلا برد، حالا اصل قصه برد و باخت چه گفتونده رو چجوری باشه، بعد از فوتبال تو زمین فوتبال وایسادن و دو رکعت نماز شکر به جماعت خوندن. نماز شکری که نماز مستحبیه و جماعتش بدعت در دینه. ببینید چون پایه قصه کجه، وقتی میخوان ادای دینم در بیارن تشکیل میشه. خب حالا یک کلام صریحی هست که باید اینجا گفته بشه. خیلی بحثای مفصل دیگه هست دار. بحث مفصلی باید یه زمانی بشه در مورد این تضعیف قضایی، تضعیف قضایی شیعه که چجوری با قضا، با قضا خوردن شیعیان رو جسم و روحشون رو ضعیف کرد. در مورد دخانیات، نوشیدنی ها، مواد به اصطلاح نگه دارنده افزودنی، در مورد داروها، در مورد مسائل مربوط به درمان، بهداشت، معالجات، این جریان عرضم به خدمتتون که هدیه کردن عضو، در مورد همه اینا بحث دادیم که چه بلایی داره سر جامعه شیعه میاد برای تضعیف شیعه. بله مخصوصا جریان معالجات جسمی و بحث دارویی که چه بلایی داره سر شیعه میاد، همه اینا برای تضعیف. بگذارید کمی صریح باشیم، گرچه کمی کلامم اذیت و آزار میدهد، اگر تحمل کنید میفهمید. در صورتی که احوال امتها را در زمان حال بررسی کنید، امتی را ذلیل‌تر و تحقیر شده تر از امت مسلمان شیعه پیدا نمی‌کنید. هیچ امتی نیست که قبور بزرگانش با خاک یکسان شده باشد و اون قبور برش حتی نشانه ای هم گذاشته نشده باشد و اون امت با این وضع عادت کرده باشد و این امر برایش قابل تحمل باشد. همه امت های دیگه را که بنگریم قبور بزرگانشان مرمت شده و مکرر نمی‌شود. اینجا الان خیلی پای دلیل میگن آه این سید داره مرد پرستی رو اصطلاح تبلیغ می‌کنه. نه، قصه قصه مرد پرستی نیست. اصلا کسی مرده نمی پرسته. کلمه مرد پرستی مثل کلمه مرد خوریه که افراد وقتی می رفتن اینجا ختم، اگر روزه مثلا تمام شده سخنرانی تمام میشه، سخته تا سخته پر می شده، یه ده بلند می شدن. می گفتن چرا بلند شده آقا؟ نهاره. می گفتن نه، ما معذرت بخوام. می اومدن بیرون، ما مرده خوریم. مرده مگه میخوام گوشت مرده رو بیارن تو بخوری؟ آقا مجلس ختم بوده، یه سخنرانی بوده، روزه بوده، یه آقا حسینی گفتن ناهار یه شامی و یه چای خدا کن. مرده خوری یعنی چی؟ این از اون حرفای عامیانه است. مرده پرستی، احترام انسان، اون انسانی که خدا در مورد او در قرآن میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این کثیرا ممن خلقنا، اون تفضیلایی که بعدش اومده، این کثیرا ممن خلقنا رو علی کثیر ممن خلقنا یعنی علی جمیع، جمیع من خلقنا، انسانی که خداوند تاج آقایی و سیادت بر سرش گذاشته، اونم چه کسانی از این انسان؟ اکرم ابناء این آدم، این رسول خدا و اهل بیت رسول، اگر قبور اینها تعظیم بشه، تکریم بشه، مرده پرستیه. یعنی اونایی که میرن زیارت امام رضا علیه السلام مرده پرستیه. اگر حرم امام رضا علیه السلام زبونم دار خاک بدهنم رو به دیوار نباشه، اون روز ما
نباشیم اون روزو ببینیم که نخواهد آمد این انجام اگر حرم السلام مثل حرم حضرت امام مجتبی علیه السلام به خاک چون بشه وقتی میگه مورد پرستی نیست این چیه؟ اسمش چیه؟ حالا اگر قبر مثلا یا مثلا چی میگن جسد شخصیت های کمونیست ها مومیایی بشه و توش قرار داده بشه و یا قبور شخصیت های غرب دانشمندان غرب مورد احترام قرار بگیره این مورد پرستی نیست، اصلا مورد پرستی نیست. بابا در قبرستان صد بدن باید اینترنت سرچ کنید قبرستان صد گربه اون مورد پرستی، اصلا مورد پرستی نیست. بله یک انسان حق داره صد و گربه اینکه دوستش داشته و یا اصلی که دوستش داشته وقتی میمیره براش قبر درست کنه، دور قبرش چمنکاری کنه، گل بکاره، عکس اون گربه هر بذاره سر قبر، اصلا مورد پرستی نیست. اما اگر علیاذ بالله بلا تشبیه قبر اولیا اکرام شد این مورد پرستی نیست، این شمردن استخون مرده هاست. تا که اینقدر کج فکری؟ ولی در خارج دایره تشیع هم هر کسی اگر هر کاری بکنه اصلا عکسش هست که بزرگان به اصطلاح وهابی در سفرهایی که اروپا داشتن رفتن سر قبر بزرگان غرب، بزرگان مثلا سیاسی یا ادبی دانشمندان غرب رفتن وایسادن اونجا و یک دقیقه سکوت کردن به احترامش، این حرام نیست. اما اگر که مسلمانی اومد سر قبر امام معصوم ایستاد و سلام داد و زیارت جامع خون، این میشه بدعت، این میشه کفر، این میشه ضلال. این دوگانگی و بیوام و دو هوا بودن در رفتار کسانی که خودشون رو خادم حرمین شریف این میدونن آدم رو فکر فرو میبره و بر این میداره که باید یک کاری کرد، حرکتی باید کرد، باید کرد. این ننگ از دامن اسلام پاک میشه. خب امتی در عالم نیست عزیزان که از زیارت و دیدار بزرگانش ممنوع بشن و اگر هم قرار است دستی به زیارت آنان بیازن باید تحمل خفت و خاری رو بکنن. هیچ امتی نیست الا یک امت، اون خاری و خفتی که تا حد تعدی به زنان و کودکان پیش میاد. میدونی این عبارت که جناب شیخ در متن تحلیل انسان شیعی گفتن مال کیه؟ صداشون هست، وارد بشید روی سایت القطره، تاریخ این سخنرانی ها هست با صدای خود جناب شیخ، روی یوتیوب هم تصویریش هست. همین تحریر انسان شیعی جلسه سوم که الان ما جلسه 15 همش هستیم و داریم جلسه سوم این رو شرح میدیم، عبارت جناب شیخ اینه: ذالک تنکیل والادلال الذی وصل الی حد التعدی علی النساء والاطفال. این حرف مال 3 4 سال 5 سال پیش اگر بیشتر نباشه. اما یکی دو ماه پیش که امام کمتر از یه ماه پیش شد صداش در من عبارت یه مشتر من تعدیل نوجوانان ایرانی چه بازتابی داشت، چه بازتابی داشت. بله اما نهایت بازتاب چی بود؟ 4 تا داد و بیداد و 4 تا به اصطلاح این کار کردن و چون میگن استنکار در فارسی میگن چی؟ محکوم کردن و اما این دو مجلسه مش. اما یک کسی یه صدایی رو من شنیدم، صدای قشنگی گفتش که نمیذارم برخورد بشه اونجا پشت این قضیه مافیای حج ایران. البته این آقا پیشنهادش در این صدا در این ویس اینه که حج و عمره مثلا تعطیل بشه، عمره تعطیل بشه، حج تعطیل بشه. نه، چرا حج رو تعطیل کنیم؟ چرا عمره رو تعطیل کنیم؟ اینقدر یا طرف احمق و نادان و یا مأمور و مزدور
چرا حج رو تعطیل کنیم؟ چرا عمره رو تعطیل کنیم؟ چرا شجاعانه در این قضیه فعالانه رفتار نکنیم؟ چرا همیشه منفعلانه و ذلیلانه برخورد کنیم؟ چرا؟ حالا بگذاریم که خیلی ها از این قضیه سوء استفاده ها کردن برای تخته دین، برای اینکه بگن آقا بفرمایید اینم مکه و کعبه و زیارت و بفرمایید. نه، اینا رفتی به مکه و کعبه و زیارت و خدا و پیغمبر نداره، به ما رفت داره. واقعا اینا دلیل بر حقانیت خدا و پیغمبر ما، دلیل بر حقانیت و مظلومیت محمد و آل محمد است. چون محمد و آل محمد به ما آموختند که اگر شیاطین غالب بشن، اگر حزب شیطان غالب بشه، وقت هیچ چیز رو رها نمی‌کنن الا و اینکه خرابش می‌کنن، الا و اینکه فاسدش می‌کنن، که دلیل بر حقانیت دین ماست. ولی خب یه عده دیگه به هر حال این کینه ها و عقده های 1300-1400 ساله دارن دلیشون. با اینکه خیلی از ایرانی ها سکوت کردن در قبال اون جریان هایی که اتفاق افتاد در فتوحات و بعد از تشریف فرمایی حضرت علی بن موسی رضی الله عنه ایران، وقتی در رفتارهای علی بن موسی رضی الله عنه و گفتارهای اون بزرگوار و تعلیماتش متمرکز شدن، دیدم نه، اسلام با اسلام بله فتوحات به اصطلاح عربی فرق میکنه، گرچه که بسیاری از صدران فتوحات عربی در حقیقت امر شیعان امیرالمومنین بودن، کارگزاران امیرالمومنین بودن، مجاهدان مخفی بودن که به امر امیرالمومنین در فتوحات حضور داشتن. ولی خب رنگ قالب فتوحات رنگ عملی بود، رنگ قالب در فتوحات به اصطلاح اسلامی که ما اون رو فتوحات عربی میدونیم و نه اسلامی، رنگ کلی رنگ عملی بود، سوزوندن کتاب ها، حجم کتابخانه ها. این از احمقی جز عمر بر نمیاد، این دستور از یک احمقی مثل عمر فقط بر میاد. خب نگاه میکنیم 4-5 سال پیش جناب شیخ واسط در برنامه و بحث و کتاب تحلیل انسان شیعیش اشاره میکنه به این که این اهانت ها گاهی به جایی پیش میده، جایی پیش میره که میرسه به تعدی به زنان و اطفال. اهانت به چی؟ اهانت به کسانی که میخوان برن زیارت قبور بزرگان خودشون رو بکنن، به بزرگان خودشون سلام بدن، اونها رو تکریم کنن. بله، این جریان اتفاق افتاد در فرودگاه جده، ریشه های داخلی داره و ریشه های خارجی. ریشه های داخلی انتشار فرهنگ بیغیرتی و بی‌عصمتی در بین اقشار جامعه، بادمین سازی دستگاه صدا و سیما ایران برای پذیرش فرهنگ مذکور، فرهنگ بیغیرتی و بی‌عصمتی. یه وقتی همین آقای ارزم به خدمتون سنجر، آشمون سنجر معروف به شیخ پناهیان، دیگه یا سخنرانیش من رو یادمون عروسک سنجد میندازی که دهه افتاد بود، عروسکی بود تو تلویزیون برای بچه ها برنامه اجرام بگرد سنجد. آره، با همون شور و هیجان سنجد صحبت میکنه. این آقای پیامیان دفعه حرف میزد، یه مدتی ممنوع تصویر هم شده تلویزیون، با تلویزیون ایران فیلم های مستحجن پخش نمی کنه، اما زمینه دیدن فیلم مستحجن در از تلویزیون ایران مردم منتقل میشه. بله، اگر از اول برپای نظام کودتا، این اگرهایی که هیچ وقت به وقوع نمیفهمیدن، چون اصلا نظام کودتا اومد که این اگرها تحقق پیدا نکنه، ولی میگیم اینو میگیم فرض محال یا آرزوی محال که محال نیست، اگر از اون اول صدا و سیمای اصطلاح
نظام ایران صدا و سیمای دین خدا و دین رسول خدا بود و به جای اینکه همیشه این شعار رو بدن که هدف ما رضایت شما بینندگان عزیز است، هدف ما اینه که شما بینندگان از ما راضی باشید، به جای این میگفتن هدف ما رضایت خداست، هدف ما رضایت محمد و آل محمد و امام زمانه، و کار صدا و سیما به این دریوزگی که امروز افتاد نمیده. دو، انتشار فرهنگ تساهل و تسامح در بحث عقیده. که هر کسی عقیدش برای خودش محترمه، شما عقیده خود رو برای خودت نگه دار، به عقیده دیگران احترام بذار، سعی هم نکن دیگران رو عقیدشون رو عوض کنی، اینا همه بوی خواست خودشو دار. در همین لبنان هم دوست روز میشه که دوستان مانیدی گفتش که شنیدم با کانال فدک داری هم رو همکاری میکنی، این رو گفتم در خب این سید مشکل امروز ما مشکل جنگ علی و عمر نیست، الان مشکلات بزرگتری داریم، گفتم اتفاقا بزرگترین مشکل جهان اسلام امروز همون عمره، همون عمریه که کاری کرد که بله عاقبت جهان اسلام همون ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه و عثمان و ابو سفیان و معاویه و طلحه و زبیر و ابو موسی اشعری و عمرو عاص، همونا بودن که کار امروز ما رو به اینجا کشوندن. و اگر امروز این به اصطلاح حوض پر از لجن و خون ما زیر آبش رو نزنیم و نشوریم و دوباره آب تازه نکنیم، تا ابد تو این حوض لجن، تو این استخر لجن و خون باقی میمونیم و یواش یواش خودمونم استحاله میشیم. توجه کنید تساهل در بحث عقیده، که عقیده هر کسی برای خوش محترمه، اصلا لزومی نداره تو سعی کنی عقیده دیگران رو عوض کنی، همونقدر که احساس میکنی عقیده تو درسته احتمال بده عقیده دیگران درست باشه، همونقدر که معتقدی دیگران اشتباه میکنن احتمال بده تو اشتباه میکنی. یعنی چی؟ یعنی فتیله اعتقادی تو بکش پایین، دم از حق نزن، یعنی اصلا دنبال حق نرو، چون حق چیه؟ یه امر نسبیه، به نسبت تو شاید نیستی حق باشه اما به نسبت دیگران شاید حق نباشه. همین جریانی که اخیراً توی باکس ها معروف شده که آره یه نفری از گور خر پرسید ببینم تو سیاهی با خطای سفید یا سفیدی با خطای سیاه، و ببینم تو لباسات پیرن کثیفه اما همه لباسات تمیز، فقط پیرنت کثیفه یا همه لباسات یا پیرنت کثیفه فقط شلوار تمیزه، چون که از این سوال کردم. بعد این سوال این متن رو من بخونم، چون این متن برای من خیلی مهم بود، جوابش رو هم به اون دوستی که فرستاده بود به صورت توتیوار ارزم به خدمتون که عادت دارن هر چی رو که میبینن قشنگی به ظاهر رو کپی کنن برای دیگران بفرستن. بله توجه کنید متن تحت عنوان چیه؟ تحت عنوان دیدگاه گورخری. این بحث همین بحث تسامح در عقیده است. دقت کنید، میگه که از گورخری پرسیدم تو سفیدی راه راه سیاه داری یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟ گورخر به جای جواب دادن پرسید تو خوبی فقط عادتهای بد داری یا بدی و چند تا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقتا شلوغ میکنی یا شیطونی بعضی وقتا ساکت باشی؟ ذاتن خوشحالی بعضی وقتا ناراحتی یا ذاتن افسرده و بعضی وقتا بعضی روزها خوشحالی؟ لباسها تمیزن فقط پیراهنت کثیفه یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟ و من دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره راه راه بودنشون چیزی نپرسیدم. این جمله از کیه؟ شن سیلور استاین. حالا زیرش چی نمیشه؟ نمیشه دیدگاه گورخری در روانشناسی یعنی آدم ها را مجموعه ای از ویژگی های بد و خوب بدانید، عقاید خوب هم. هیچ کس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست. این مقدمه چه حرفیه؟ مقدمه اینه که بگیم آقا هیچ خوب مطلق و بد مطلق اصلا وجود نداره. اول عادت میده به اینکه آقا هیچ کس خوب مطلق نیست، بعد چرا؟ ما خوب مطلق داریم. اون محمد و آل محمد هم که خوب مطلق هم و شیعیان راستین اونها هستن که خودشون میرسونن به موقعیت و وضعیتی که اسمش عدالته. تا مرز عصمت، تا نزدیکی عصمت میرن. با تلاش، با مجاهدت نفس. بله خوب مطلق داریم. چرا؟ بد مطلق هم داریم. بد مطلق کیه؟ ابوبکر و عمر، عثمان، عایشه و حفصه. خودمون رو گول بزنیم. چرا خاکستری باشیم؟ نه، بد مطلق داریم، خوب مطلق هم داریم. این یعنی دیدگاه خاکستری. دیدگاه گورخر یعنی دیدگاه خاکستری. خودش هم
سفید سیاهش به قول معروف باید امان ما جواب دادیم نداریم. بله با هم بودن را بیاموزیم کامیز جون، نه در برابر هم بودن. داریوش جان هدیه همراه خوبان باید چه این عبارت ها دیوونه میکنه آدم واقعا چقدر لطیفه و چقدر این بحث های موسوی پرخاشجویانه است، چقدر این بحث های شیخ یاسر حبیب خشونت آمیزه. آدم یاد بله طالبانی ها و داعشی ها میندازه. حالا من چی نوشتم در جوابشون؟ نوشتم آقا جان گور خر بر اساس تحقیقات علمی که سالها به طور انجامیده حیوانیست با پوست سفید و خطوط میشه. این آقای سیلورستان هم حرفاش بیشتر به درد هم گورخران میخوره، چرا که انسان میتونه با سه فرایند پالایش، آموزش و پرورش، یعنی تزکیه و یزکیهم و یعلمهم، تعلیم و یعلمهم، تربیت کنو ربانیهین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، خود رو به مقام عدالت و به عبارت دیگه مجموعه ای از ویژگی های خوب برسونه و میتونه با حذف پالایش، با حذف فیلتر تربی و براءت، با تعلیم بد و با تربیت بد برسه به همین وضعی که الان هست. داعشی بشه، بسیجی بشه، هیچ فرقی بین داعشی و بسیجی نیست. داعشی جنایت میکنه، بسیجی هم جنایت میکنه. اونتا داعشی های ذره فقط متوحشانه است حرکتشون ظاهرن، اما بسیجی ها خیلی با کلاس وحشیگری میکنه. پس شد دوتا. توجه کنید ریشه های داخلی این پذیرش تعدی و پذیرش ظلم به زن و ناموس و کودکان، همین جریانی که اتفاق افتاد، انتشار فرهنگ بی‌غیرتی و بی‌عصمتی در بین اشکال جامعه، یک. دو، انتشار فرهنگ تساهل و تسامح در بحث عقیده و اخلاق و شریعت. حرفا شنید دیگه روز یک شنبه حرفای آقا روباه رو که خاطرات پیر دجال رو میگفت شنید. بله بله خاطرم هست یک مرد خیلی با غیرت تو محله ما زندگی میکرد، حاج حسین اسمش بود و این پدر شهیدم بهش مهتم پدر شهیدی، فرزندش در جبهه ارزم به خدمت میکنی قربان میشود. در یه جمعی ساز و نغار گذاشتن، این سنگور و تار و ستار اینا گذاشتن که یک سرودی رو بزن. این آقای حاج حسین آقا بلند شد به تمام دوبا بعد از 57، بعد از خود بکنجه تا خب تربیتش تربیت علمای سابق بلند شد و با قهر از مجلس بیرون و حاضر نشد که گوش خودش رو به این صداها بده. چرا؟ چون این آدم اهل فتوت و جوانمردی بود، اهل غیرت بود. اگر اون آدم زنده بود اون وقت امروز نمیشست به اسم تقیه، به اسم مصلحت سکوت کنه، حرف نزنه. نه حرف بزن، مطمئن نم اگر این آدم بود امروز به بعضی از فتواهای مسخره شبیه به کمدی که آدم بعضی وقتا بعضی از این فتواها رو میکنه خیالتا دور نخلی گذاشتن ببینن آدم اکسل عملش چی؟ اینجا خوندم من یکی از این فتواها رو در مورد قرار دادن نطفه مرد نامحرم در رحم زن نامحرم، این مقام معظم رهبری جایز نیم میگن اگه به شرطی که مقدمات حرام نداشته باشه. اصل کار حرامه، اصل کار حرامه، اونتا به شرطی که مقدمات حرام نداشته باشه. آقا تو میتونی مشروبت الکلی بخوری، به شرطی که چی؟ قبل از این مشروبت میخوای مشروب بخوری چشی دو نامحرم نیفتی. اصل کار حرامه، چیو داری؟ برای کی داری پالون میدوزی؟ پالون فروش. یکی از اسمای دیگه ایشون هم به غیر از فرزانه جون پالون فروشه، پالون دوز، پالون فروش. بله
یا مثلا فتوایی که در بین شیعیان بین فقهای شیعه فتوای شاز بود، اما این فتوا چقدر گسترش پیدا کرد در لبنان. آقای فضل الله همین گوساله سامری، گوساله‌ای که سامری ایران اون رو تراشید برای مردم لبنان، رسما فتوا داد که یک دختر بدون اذن پدرش میتونه به عقد کسی دیگه در بیاره. بعد که این آقای فضل الله شد به اصطلاح اره‌ای بعد در حالا میگیم در گلوی نظام ایران که نمیتونست درش بیاره، نمیتونست فرو کنه، نمیتونست تحملش کنه، گفتم خب کیو بیاریم، فتوای کیو در لبنان جا بندازیم که باز بر اون فتوا دخترها بخونن بدون اذن خانواده و بدون اذن پدر در عقد مرد نامحرم قرار بگیرن. نمی فتوا کیو بودن؟ فتوای آقای شیخ محمد تقی بهجت، عارف عالی مقدار. و امروز آقای جناتی از سایت واح، آقای جناتی رسالهشون رو ببینید، سایتشون رو ببینید، نواختن موسیقی رو در عروسیشون مستحب میده. بله تعجب نکنید تا چند وقت دیگه اگر خلاصه یکی از مقدسترین مشاغل در ایران مطربگری شد و ساقیگری شد، تعجب نکنید. تعجب نکن اگر یک روزی در ایران بله رسماً خیلی از کارهایی که تا سالهایی نشندان دور حرام بود و قبیح بود، در این حرمت قبیح بود، چون الان هم کارها قبیح حرمت داره، حرامه، اما قبحش افتاده عزیزم، قبحشو گرفته. این همون نظامیه که در روز اول ورود رهبر کبیرش بچه ها گفتیم چی زدن به هم دیگه؟ دو تا استیل زدن، یه هم قاشق بود، چنگال بود، بیزدن به هم، گفتن بوی گل و سوسن و یاسمن هم. اما الان یاسمن خانم داره برای امت شیعه با عنوان صدای بانوی ایرانی داره آواز بود. خب، اما ما میخوام چیکار؟ ما امروز پیشنهاد از محمد جواد عزیزم خواهش میکنم که تلفن ها رو هم پخش کنید، هم تو گران آدرس ما رو در روی فیسبوک پخش کرده به عنوان فلک خراسانی. بله بیایید در به اصطلاح آدرس ما در فیسبوک و ثبت نام. ما دو کار روی فیسبوک میخوام بکنم، یک کارشو امروز میگم، یک کار دیگرشو چند روز بعد. میخوایم همایش اسلامی رافضیان جهان رو برپا کنیم. این همایش در برنامه‌های عربی کانال فدک شروع شده، المؤتمر الاسلامی رافضی العالمی، این همایش اسلامی رافضیان در جهان. اما این همایش اسلامی رافضیان رو در جهان میخوایم برای فارسی زبانها هم، ایرانیان، افغانستانیان، تاجیکستانیان و هر جا که هر ایرانی و هر فارسی زبان، چه ایرانی چه غیره، ملحق بشه به ما. ما میخوایم در ثبت نام کلی بین عرب و فارس و ترک و نمیدونم بگو دیگه، هر از هر ملیت و از هر قومیتی، 1,000,000 رافضی رو ثبت نام. الان عدد زیادی ثبت نام شده. عزیزان به آدرس ما در فرق خراسانی مراجعه کنید و نام خودتون رو ثبت کنید. آقای محمد از خراسان تماس کنید. آقا محمد جان بفرمید. الو بفرمید. الو آقا سید بفرمید. بفرمید. من صدات ضعیف دارم. صدات ضعیف آقا سید. از تلویزیون نشنوید صدای من رو. از جان نه من صدا تلویزیون کامل بستم ولی صدا تو خیلی ضعیفه. خب پس صدا رو نگه دوشو دیگه دارید. اخ محمد جواد
هذا صوتي ضعيف شوي، بدك تقوي صوتي، بعدين انا اسمع صوتي. بقى بقى ممنون. بفهم يا محمد جان. سلامت میکنم آقای موسوی، شبتون بخیر، خسته هم نباشید. سلامت باشید. سلامت میکنم. صدای بنده واضحه آقای موسوی؟ بله واضحه. من صدای شما رو خیلی خیلی ضعیف میشنم، ولی خب سوالم رو مطرح میکنم و از طریق گیرنده جواب میگیرم که متوجه بشم. آقای موسوی، من برنامهاتون رو داریم رصد میکنیم، یه تقریبا 5-6 جلسه، حالا ممکنه کمتر یا بیشتر باشه، پای برنامهتون بودیم، داریم دنبال میکنیم ببینیم محصلش چی میشه. ولی یه سوال برام پیش اومده که شما این مبنای این برنامهتون دلیلش به قول معروف بر چه مبنای استواره که یه از این نظام دلخوری خاصی دارین؟ بحثتون تنها عقیدتیه، سیاسیه، یا هم که خیلی رک بهتون بگم به خاطر که سر این سفره نیستین، از اون جهته که یه انتقادات اینجوری سریع و این شکلی دارین؟ به قول معروف این از این سفره چیز سهمی بهتون ندادن از اون جهته، یا نه بحثای دیگه ای دارن؟ یعنی اینو زحمت توضیح بدین که ما یکم روشن بشیم. بله، ممنون شما هست. ممنون شما هست. بله، خب تا تماس بعدی آماده بشه عزیزان، در اتاق فرمان بشنوند و مقدمه تماس آماده بشه، من عزیز خودم رو آقا محمد سوال بسیار ازش من دیگر میگه مبنای برنامه چیه؟ عقیدتی، سیاسی؟ ما در برنامه هامون این رو برای شما جا انداختیم، منهاجی رو داریم روشن میکنیم که در اون منهاج ما با اصلاح عقاید، با در حقیقت تنظیف و پاک کردن و فیلتر کردن عقیده، اون بخشی هم که مربوط به باورهای سیاسی میشه رو اصلاح. اینطور نیست که بگیم ما با سیاست کار نداریم، نه، از نظر اعتقادی با سیاست هم کار داریم، اما از نظر عملیاتی و اجرایی هیچ دستی در سیاست کثیفی که امروز به اسم اسلام، شیعه، به این اسما و حتی غیر اسلام و شیعه داره دنیا رو اداره میکنه نداریم. در هفت آسمان سیاست امروز ما هیچ ستاره نداریم، اما سیاست خوب میفهمیم. جالب رو بدونید که جناب علامه بزرگوار آقای شیخ یاسر حبیب اصلا رشته دانشگاهی ایشون، رشته آکادمیک دانشگاهی ایشون علوم سیاسی بوده. بنده رشته علوم سیاسی نبوده، اما از سیاست خوب سر در میارم، سیاست رو خوب میفهم، سیاست رو خوب سبک میارم. اما اگه گفتن آیا به خاطر اینکه سر سفره نیستی، ما سر سفره بودیم برادر، بنده با حقوق 3000 دیناری، 2700 دیناری، با حق مسکن و همه چی، بگو 3500 دینار اردن که هر یک دینارش یک دلار و نیمه، با این حقوق حکم گرفتم که به اصطلاح رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی باشم در عمان. اما بعد از آن که فهمیدم ارزم به خدمتون چه جریانی پشت این قضیه است و قرار نیست من برم اونجا قال الصادق قال الباقر بگم، قرار نیست من برم اونجا تبلیغ مذهب اهل بیت رو کنم، قرار من برم اونجا آدم سیاست‌های ارزم به خدمتتون که خاص جمهوری اسلامی باشه، اینجا بود که بنده خودم از سر این سفره بلند شدم. بلیلا همه کسان من دور اطراف، من سر این سفره بودم، بنده هم سر این سفره بودم، کارمند رسمی شورای عالی قرآن بودم، اما از سر این سفره بلند شدم. آره قربونت، همین الانم هم برام پیغام دارن که بیای بازم توی یکی از مساجد، حالا نه تهران، شهرستان ها دورتر که نبینن نشناسن، تو فقط دست بردار از این جماعت، تو فقط از این منهاج براعت، از این آقای شیخ یاسر حبیب، از این آیت الله ستزاده و شیرازی، از مرجعیت عادل دست بردار، بازم جای آشتی و رفاقت و دوستی هست. آره عزیزم، تو برای ما هم بعد آقای داوود عزیز از مازم بردار، آقا داوود بفرمو بردار. الو، ببینید، سلام آقای موسوی، خسته نباشید. سلام برادر، من میخواستم یه موضوعی رو باشه با درمیون بذارم.
آیا حاج آقا تو این در مورد جمع کردن من میخواستم یکم اطلاعات جمع کنم، میشه واسم توضیح بدید؟ در چه موردی؟ آره؟ در چه موردی؟ در مورد چیه پای اساسش از کجا اومده؟ اصلا چی کار میکنن اونجا؟ به چه دردی میخوره؟ جمع کردن؟ من متوجه نشدم شما میخواید من در مورد جمع کردن برای شما صحبت کنم؟ آقای داوود عزیز از مازندران، شما از من خواستید در مورد جمع کردن صحبت کنم، شاید قطع شد تلفنتون، اما چشم، من اینو برای تو خیلی مختصر و کوتاه عرض میکنم. مسجدی است در منطقه جمع کردن قم که به تشویق و در حقیقت تکلیف امام زمان ارواحنا قبول فدا بنا شد، منطقه از اول اینطور نبود، خیلی مسجد کوچیکی بود و اما الان توسعه پیدا کرد. اصل زیارت این مسجد سفارش شده برای اینکه بریم در اونجا عنوان یک فضایی دور از سر و صدای شهر و دور از قوقاهای رایج در شهر برای نماز توسل به ساعت مقدس حضرت صاحب زمان به نحوه خاصی خونده بشه. شما اون دو رکعت نماز در هر مسجد دیگه هم میتونید بخونید، اختصاص به صرف این مسجد نداره. نماز زیارت و توجه به توسل به ساعت مقدس نمیزن و چون مردم از درهای دیگه که به روی مردم باز شد بعد از سال 57 حاجتی نگرفتن، رضا الان شبهای چهارشنبه سه‌شنبه شبها وقتی میرید جمع کردن میبینید که اونجا چقدر ازدحام هست، چون مردم از در جمعاران حاجت ندیدن، از در خیابون پاستور حاجت ندیدن، از درهای دیگه حاجت ندیدن، باز برگشتن به در خانه ما قصه همه. و این هم که گفته میشه هم در عالم خواب بوده و نه خواب نبوده، فرد اتفاقا اون فرد اون آدم جدید خواب بوده بیدارش کرد و او رو خواستن به محضر امام زمان. تماس دیگه رو میگیریم، از کجا و کی هست؟ آقای حسین از اصفهان بفرمایید. حسین آقای حسین، آقای حسن آقا از اصفهان. بله بله بفرمایید. حسن جانم بفرمایید. الو جانم عزیز، خواستم با آقای موسوی صحبت کنم. به به بفرمون، من خودم موسوی هستم. بفرمون جان، من خودم موسوی هستم. بفرمون آقای موسوی، ببخشید شما خیلی بعیده از این صحبت کردنتون و من تعجب میکنم شما با این به اصطلاح وهابیت هم صدا شدی تقریبا و همون ایرادایی به ما میگیرن که شیعه هستیم این وهابیان که شما میگیرید، خیلی تعجبه. کدوم ایراد رو من گرفتم که ایرادی که وهابی ها میگیرن؟ شما ببینید من تو تمام صحبت از اونا گوش میکنم و همین فحاشیایی که وهابی ها میکنن، یه رسانه توحید میکنه اون به اصلا چه اصلا اهل سنت هم چه موردی بگید؟ آقای اصلا خیلی تعجبه اینطوری صحبت میکنید. میتونید موردی بگید که مثلا این مورد شما شبیه این موردی است که وهابیا میگن؟ به مورد بگید. یک مورد هم وهابیا میگن که به عقاید ما ایراد میگیرن، به عقاید شیعه ایراد میگیرن. مورد بگید مثلا شما دارید مثلا وهابی ها آقای حسن آقا به موضوع توسل ایراد میگیرن، به موضوع شفاعت ایراد میگیرن، به موضوع تبرک ایراد میگیرن. بگید مثلا آقای موسوی شما به این مواردی که دقیقا وهابی ها ایراد بگیرن شما ایراد بگیرن، وگرنه اگه من دارم به بخشی از عقاید شیعه که عقاید شیعه نیست به دروغ به اسم عقیده شیعه رایج شده ایراد بگیرم، این ربطی به وهابیت نداره که. آخه ببینید آقا سید، نگاه کنید شما باید مسائل از آقا سید جانم عزیزم گوش میدم
از آقا سید ببینید شما باید مسائل از دید شیعه که به قول شما امام جعفر صادقی هستید برای ما بشکافید، نه اینکه به ما ایراد انتقاد بگیرید. چرا ما اگر اولا که ما امام جعفر صادقی هستیم و همه امامان معصوم رو مقتدار خودمون میدونیم، یعنی اینطور نیست که ما رو مثلا به عنوان شیعه جعفری بخوان معرفی کنن، نه که گفتم خدمت عزیزان شیعه جعفری مذهب جعفری از زمان نادرشاه افشار شروع شد. این که خب بحثش انشاءالله به زودی خواهد اومد و بحث میکنه، اما از دیدگاه ائمه خدا رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام که در حقیقت دین اسلام و تشیع ارزم به خدمت ناب هستش، ما داریم عقائدی رو که عنوان قل و زنجیر به عنوان گوی فولادی مثل یک زنجیر دست و پای شیعه رو بسته و شیعه رو از حرکت و تعالی عقب نگه داشته، اینو داریم بحث میکنیم. اصلا بحث ما چیه؟ رهایی بخشی، آزادی بخشی اندیشه انسان شیعه است. شما ببینید شما انقلابی شما انجام دادیم، انقلاب اسلامی تحت رهبری حضرت امام خمینی، به نظر شما پیشرفت شیعه نیست؟ نه خیر، بلکه پسرفت و نکبت بوده برای شیعه. ما این رو عرض کردیم خدمتتون که بعضی از علما اسم آوردیم و در اون بحثی که اونجا یک جنبه داریم، نمیدونم شما میبینید یا نه، اسم آوردیم از مراجع حاضر از علما که گفتن و اثبات هم کردیم و اونجا هم صحبت مفصل کردیم. مملکت ما اون موقع 35 میلیون بیشتر نبود، الانه به قول معروف که اون 35 میلیون رای دادن به جمهوری اسلامی که الان هم اکثریت با جمهوری هم با مشکلات اقتصادی که ما داریم که آمریکا برای ما وجود آورده. آقای حسن آقا ببین، اصلا ظرفیت برنامه ما و کانال ما ظرفیت این شعارهای رای تلویزیون ایران نیست. عوض این که بیاد کشورها رو با هم متحد کنی، شیعیان رو با هم متحد کنی، شما بیاد سنگ اختلاف میاندازید. باشه، دست شما درد نکنه، شنیدی پیام شما رو، خیلی عالی بود واقعا بحث شما، سوال شما بسیار عالی بود. اگر از بدین تلفنتون رو قطع کنید از روی تلویزیون جواب منو بگیرید. چشم، حتما این به اصطلاح دیدگاه بسیار ارزشمند و حیات بخش شما رو بررسی میکنید. فرمایش دیگه هم داری؟ بله، ازم به خدمتون واقعا باید تبریک بگیم به این آقای حسن آقای عزیز از اصفهان که یه همچین دیدگاه روشن و متعالی رو دارن که اول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی سبب تعالی شیعه هم شده. کار به جایی رسیده که مردم شیعه‌ای که یه روزی برای امام زمان عریضه می نوشتن الان دارن برای شاهنشاه آریامه عریضه می نویسن. نمیدونم دیدن عزیزان عریضه ای رو که مردم برای شاه نوشتن، دقت کنن این عبارات رو گوش کنید. البته ما منظورم اینجا به شاه نیست، نمیخوام برای شاه این حرفا رو بزنیم، ولی جالبه شنیدن این حرفا رو واتساپ دست به دست میگرده عزیزان. بله بله، توجه کنم. چند روز پیش این متن در شبکه های اصطلاح ارتباط جمعی در ایران مثل واتساپ و وایبر و اینها، این متن دست به دست گشت. من دارم این متن رو برای پیدا میکنم، اگه بتونم این متن پیدا کنم الان تا تماس بعدی برسه. جالبه این آقای عزیزمون که میگه که انقلاب اسلامی سبب بله سبب ارزم به خدمت که اطلاعی نامه تشیع منشور نمیدونم
خلاصه عرضم به حضورتون که عرضم به خدمت عزیزان خودم این که دارن یاد میکنن از اون دوران، از اون دورانی که مثلا قیمت تومان اینقدر امروز قیمت پایینه، امور اعتیاد چقدر بوده امروز اما باید حتما این رو پیدا کنیم. یه چند لحظه شما رو بگم پیدا کنم به شما هم نمیاد با این که خیلی سخت باید گوشو بدم یعنی گوش کنم ببینید که باید در اینا از کردم اون روزی که این وضع نبود، یعنی در یک زمانی که این وضعی برقرار نبود من دوباره کی میتونم بیمستم این دیگه میتونم آقا ایوان آقای محمد آقا از خراسان بفرمایید. آقای محمد آقا از خراسان الو بفرمایید. آقا سلام آقای موسوی. بله بفرمایید. عزیزم من قطع شدم، بعد صداتونم یه صدای اضافی داره، اصلا واضح نیستا، اثر گیرنده هم مشکل داره. بفرمایید. مثلا من از بعدن قطع کردی جواب نتدید. سوالتون چی بوده؟ نه نه جواب سوالمو گرفتم. من یه صدای اضافی توی استدیوتون هست، اذیت میکنه تو گیرنده ها با مشکله، یه قطع وصل هم داره صداتون، از طرح گوشی هم که اصلا چیزی شنیده نمیشه. بله حالا صدای بنده که الو جان صدای بنده واضحه؟ آقای محمد آقای عزیز، محمد آقای هستی دیگه عزیز؟ بله. من اینجا الان در بیروت نشستم و صدای من اول میره به صدا و تصویرم میره به لندن، از لندن پخش میشه و میاد روی عرضم به خدمتتون که ماهواره ها و شما میبینید. اگر یه مقداری مشکل هست دعا کن که انشاءالله زودتر ما بتونیم به دوستانمون ملحق بشیم و در یه موقعیت قرار بدیم که از امکانات بهتری بتونیم برخورد کنیم. انشاءالله. فقط من تو ادامه سوال قبلیم خواستم اینو بگم که آقای موسوی شما تو بعضی موارد میگین نظام عمدن مانع شده که حرص جوانا رو برانگیخته کنه تا برن به سمت مثلا یه چیزی، باز تو یه موضوع دیگه میگین عمدن جلوشو باز گذاشته که مردم بهش اعتیاد پیدا کنن. این چجوری این پارادوکس رو میخواین شما جواب بدین؟ چجوری نفهمیدم من چی گفتم، کجا چی گفتم و کجا چی گفتم؟ دو تا آره شما در مورد مثلا موسیقی قبل از ابتدای بحثتون فرمودین که انسان به اون چیزی که من اشکنن حریص میشه، بعد شما اومدین ادامهش که موسیقی رو مثلا آزاد گذاشتن. چرا آزاد گذاشتن؟ خب این هر جور رفتار بشه نظام یه عده‌ای میگن آقا چرا اینجوری شده، اگه جلوشو باز بذارن شما میگی چرا باز گذاشتن، اگه مانع بشن یه عده‌ای میگن آقا این چون مانع شدن جوانا میرن سمتش. آفرین به شما، سوال خوبی کردید. من سوال شما رو مجددا برای دوستان مطرح میکنم اونطور که خودم فهمیدم، ببینم درست فهمیدم. شما میگید که الو جانم این شکلی که مثلا منصفانه نیست دیگه، حالا شما هر کسی میتونه این ایرادو بگیره دیگه، بالاخره حکومت داره اون اختیار. ما ایراد نمیگیریم، ما نمیدیم چه ایراد بگیم برادر. ما حرفمون اینه که اگر که قرار است که چیزی ممنوع باشه باید با حرکت فرهنگی ممنوع بشه، یعنی ممنوعیت به این نه بشه که افراد اقتناعاً به صورت کاملا اقناعی قانع بشن برای که این امر یه امر ناشایستی حرامه. اصلا حرام یعنی چی؟ مضره. چرا مضره؟ با ضرب و شتم و بگیر و ببند و قانون تصویب کردن و چوب تو سر مردم زدن، عرضم به خدمتتون که بیشتر افراد حریص میشن که برن این شیء ممنوع رو، این کار ممنوع رو برن چیکار کنن؟ اتباع کنن. و بعدم در عین اینکه داره این قضیه با این روش چپکشی باش برخورد میشه به عنوان یک امر ممنوع، در عین حال یک مشوقاتی هست، یک امور تشویقی هست که افراد رو تشویق میکنه به اون قضیه. فرمودین؟ بله.
بله. یعنی شما... به همون اندازه که با مواد مخدر مبارزه می شود، به همون اندازه مواد مخدر اینقدر ارزون میشه که افراد ارزم به خدمتون شاید ارزونتر از هر سرگرمی دیگه ای سرگرمی مواد مخدر رو ارزم به خدمتون که برای اوقات بیکاریشون انتخاب میکنن. این رو از کردن خدمت. خب حالا این بالاخره به قول خودتون اجتهاد دیگه، شما این طرف میگین آقا این شکلی بشه، بالاخره فقیه اجازه داره اجتهاد کنه دیگه، شاید اختزای زمانه بین بد و بدتر اومدن اجتهاد چی اجتهادی؟ مثلا فقیه میتونه اجتهاد کنه، گوش کن، فقیه میتونه اجتهاد کنه که مثلا دو دوتا میشه هفتا، این اجتهاد به نظر شما مقبوله؟ من اجتهاد ندارم در این رابطه. نه من اصلا اطلاع ندارم. عزیزم گرفته چهار تاست. مواد مخدر مضره. مضر هست یا نیست؟ این که مواد مخدر مضره این باید تفهیم بشه. باید عرضم به خدمتتون که توجیه بشه. باید زمینه شغل، زمینه آرزو، برآورده شدن آرزوهای دسته اول، آرزوهای دم دستی جوان، یعنی ازدواج، داشتن فرزند، داشتن شغل آبونند، اونها وقتی در جامعه وقتی اینا تحقق پیدا بکنه اصلا چه لزومی داره جوان بره سراغ مواد مخدر؟ خب عزیزم آقای وقتی همه اینا در همه راه های حلال بسته میشه برای آرامش این انسان، طرف این مواد مخدر رو به عنوان چی؟ به عنوان یک مخدر، یک آرام بخش استفاده میکنه. این حالا شما بگید فقیه، میگی فقیه اجتهاد کرده، این میگه مثلا اینکه من فقیه اجتهاد کنه دو تا میشه هفت تا. آخه چه حرفی میزنید پسر خوب؟ نه در مورد اجتهاد نمیگم. شما ببین هر بالاخره تو این حکومت داری یه مشکلاتی داره دیگه، شما بخوای این جمعیت 80 میلیونی رو تمامشون رو جذب کنی بالاخره سخت میشه. اما به قول خودتون اگه تو خارج یه روحانی ممکنه با یه بی‌حجاب هم بشینه صحبت کنه برای جذبش، خب حالا داخل کشور یه جوانی که اون زمینش هم داره ممکنه به یه شکلی اینا رو بشه جذبش کرد. اگه فکر میکرد، من احساس اینه اگه علما و مراجع همه می اومدن تو کار، حالا شاید ایراد از دو طرف باشه، اگه همه میشستن دور هم دیگه یکم این اختلافات کمتر میشد، یه همفکری میشد، مطمئنن فضا بهتر بود، میتونست بالاخره نظام فضا براش فراهم بود که بیشتر و بهتر کار کنه. هم بالاخره از طریق همفکری هم این سنگ اندازیه که به حساب دو طرف هم میشه، حالا یه طرف هم انصاف نیست که بگیم یه طرفه، بالاخره اگه علما میشستن دور هم دیگه فکر کنم خیلی از این مشکلات رفع میشد. این که بیان بیرون کار باید بگیم ایراد بگیریم که پیشنهاد همگرایی فکری بین علما رو اولین کسی که داد مرحوم سید محمد شیرازی بود. بله فرمودین تحت عنوان شورای مرجعیت، تحت عنوان شورای فقها، اونم شورای فقهایی که جمع شدنشون جهت به اصطلاح جهتگیری های حزبی و سیاسی نباشه، همه فقها جمع شدن و با هم همگرایی کنن، وحدت بین علمای شیعه، وحدت بین شیعیان رو در بر داره و وحدت بین امت شیعه، وحدت بین امت اسلام در بر داره. این منطق مرحوم سید محمد شیرازی. اما این سید محمد شیرازی چی شد؟ چون خانه نشین شد، حبس منزلی شدن و تمام علمایی که دعوت میکردن به وحدت شیعه قبل از وحدت اسلام، اونم یه وحدت حقیقی واقعی، وحدتی که در واقع چی بود؟ در واقع عرضم به خدمتون که همه شیعیان رو زیر یک چتر حمایتی جمع میکرد. این عملیاتی نمیشه. چرا؟ چون عرض کردیم این رو اثبات هم میکنیم انشاءالله یواش یواش در برنامه این قرد رو اثبات میکنیم. هدف قایی نظام ایران عزیز من تحقق کمونیسم به اسم اسلام و تحقق وهابیت به اسم تشیع، البته در کنار این وهابیت شیخیگری، صوفیگری، عرضم به خدمتتون که بهاییگری هم قاطیش هست و در بین در کنار این عرضم به خدمتتون کمونیسم و مارکسیسم عقاید التقاطی دیگری هم کنارش هست. جناب موسوی الو، من شارژم ممکنه تموم بشه، من از طرف گیرنده میبینم، فقط ما پای برنامه‌تون هستیم، ان تا ببینیم تا کجا میتونه ما رو بکشین ان شاء الله. ممنونم، خدا نگهدارت. خب عزیزان این مورد رو من بخونم، ببین یه روزی این مردمی که برای امام زمان نامه می نوشتن و
برای امام زمان به اصطلاح عرض حاجت می نوشتن، عریضه می نوشتن. ببینید برای آقای شاه مخلوع شاهنشاه آریامه چی نوشته؟ نوشته حالا اولش که درود بر آریامه شاهنشاه ایران بماند. نوشته که راستی یادت از زمانی که پدرت شاه شد مردم ما سوار بر شتر بودند. گلوانی معلوم نیست درست باشه. زمانی که تو از ایران میرفتی پیشرفته ترین جنگنده دنیا یعنی همان F-14 زیر پای ایرانی ها بود. حالا این اصلا این حرفای شعاری، اما در انتهای بحثش حرفای قشنگ نوشته. نوشته که راستی دلار دیگه 7 تومن نیست، بلکه شده 3500 تومن. راستی بعضی از مردممون به خاطر فقر به جای 3 وعده غذا یه وعده غذا میکنن. راستی پولی که تو بانکای سوئیس داشتی طبق گزارش خود بانک سوئیس 12 میلیارد بود، الان اختلاس یک نفر نمیتونم صفرشو بخونم 90 هزار میلیارد میشه که از آستان قدس رضوی بود. کلاه بردارا در آمد بله کلاه بردارا درآمد یه سالشو دزدیدن که شده این. تو این سالا چقدر آستان قدس رضوی درآمد داشته ها؟ راستی دلمون گرفته، دومین مردم افسرده جهانی. راستی نمیدونم چرا حکومت جدید غذاهای مخرب فقط به خورد مردم میدن، مثلا تمام غذاها رو هورمونی میدن تحویل مردم، آردها رو با پودر آهن مخلوط میکنن که مردم آلزایمر بگیرن. یادته که هرچی بهتر بود برای ایرانی میخواستی؟ از این حرفا نوشته. یا راستی یادت پولهای ایران رو میبردی آمریکا، آفریقا، آلمان و سهام شرکت‌های بزرگ مثل F-14 آمریکا، چاهای نفتی آفریقا، سهام شرکت بنز آلمان رو و میخریدی برای آینده ایران. الان سرمایه های ما رو میبرن توی لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و فلان، سرمایه رو میکنن براشون خونه و مسکن و سلاح میخرن. نه برای اتفاقا سرمایه مردم ایران میارن که در لبنان و عراق و سوریه و ارزم به خدمتتون که بحرین و تمام این کشورهایی که بی سر صاحبه به نوعی میارن که بی خانمان کنن. اینطور نیست. درسته که بعد از جنگ سال 2006 لبنان ساختمون ها ساخته شد، اما در همین ساختمون سازی ها چه دزدی وارد بمونه و چیزی که در مورد مردم شیعه لبنان خراب باقی مون روحیه هاشون بود، نفسیت و شخصیتشون بود که نابود شد و خراب شد. اون خنده های تمسخرآمیز مسیحی ها و سنی ها بود که به اینا میشد. شما تا کی میخواید احمق بمونید که هر چند سال یه بار ایران شما رو دستاویز خودش بکنه؟ حالا یه حرفای نوشته دیگه برای آقای شاهنشاه عالی از مهر. ما یه بار دیگه اینو گفتیم که اگر نبود اون تربیت عبدالخیاری و به اصطلاح پشمکی دینی زمان پهلوی دوم، مردم گرفتار فتنه 57 نمی‌شدن و الان باید عزیزان به نحوی این پالایش، آموزش و پرورش باید قوی بشه برای من و تو شیعه که دو مرتبه همون کلاه گشاد سرمون نره، همون پالان به اصطلاح معهودی که سال 57 یعنی خیلی از بودترهای ما و خیلی از معارف مجددن به تن ما نره. خب داریم پیش میریم. خیلی ها میگن که بحث های آقای موسوی و کانون رو گوش کنید آخرش چیشه. این بحث ها آخرش همین جاست که بهتون بگونم سخت نام شما عزیزان در همایش اسلامی رافضیان در جهان، همایش جهانی مسلمانان رافضی بین این فرمشه. بیایید به فیسبوک ما ثبت نام کنید و خودتون معرفی کنید، از چیزی هم نترسید، فورا ما اسم شما رو برمی‌داریم و بعد از اینکه نام شما رو در این فیسبوک ثبت کردیم، ما شما خودیم بینیم 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 ب
نیست که ما رو مثل شیطان باز مثلا گوش کنه، برای شما مشکل پیش نیاد. ولی ثبت نام کامل اسمتون و اسم پدرتون و مادرتون میشه حساب کامل نام و خانواده که نام مادر، چون نام و خانواده باز چاکره زیاد هست. مثلا حسین احمدی فرزند محمد زیاد و فرزند مثلا بگن که صدای من ضعیف شده، حالا نمیدونم حالا چرا که این مشکلات رفع بشه. بله این رو عرض کردم خدمت عزیزان که سعی کنید اسمتون کامل، بله اسمتون کامل برای ما بفرستید و یک وسیله ارتباطی مثل یک شماره تلفنی که بتونید با اون شماره تلفن روی واتساپ با شما مرتبط باشیم یا روی وایبر. به این ترتیب خودتون رو به اصطلاح ثبت نام کنید در همایش جهانی رافضیان. خبرهای خوب براتون داریم، برنامه‌های خوبی خواهیم داشت، برنامه‌هایی که نشان دهنده نظاممند بودن و به اصطلاح عرضم به خدمتتون که سازماندهی شده و ساماندهی شده بودن منهاج براءت، و انشاءالله این منهاج خواهد بود که زمینه رو برای ظهور عرضم به خدمتتون فرهنگی و متمدنانه اسلام حقیقی، اسلام محمدی و تشیع عربی در کشور دل همه انسان ها ابتداءن، و انشاءالله زمینه نهایی رو برای ظهور مظهر السرور حضرت صاحب زمان در عالم آفاق بعد از ظهور اون حضرت در عالم انفسی انسان ها فراهم کنه. خب از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. سلام میدیم به سلطان تشنه لب سر از تن جدا شده کربلا، یعنی آقا و مولان حضرت عبادالله حسین. در ایام ولادت هستیم، ولادت امام جمعه به ساحت مقدس عبادالله. السلام علیکی یا عبا عبدالله و علی الارباح التي حلت بفرمایید. علیکی من سلام الله ابدا ما بقید بی اللیل و النهار بلا جعل رضا و آخر الاحد منی زیارتكم. السلام علی الحسین و علی اخی ابن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. برادران و خواهران من شیعیان رافضی امیر المؤمنین علیه السلام، محبان و اهل مودت محمد و آل محمد، هر کجا که هستید شما رو تا برنامه دیگه، تا انشاءالله روز شنبه که با هم برنامه داشت خدا میسپرم و با کمال احترام به شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.